بینندگان عزیز با سلام به شما، طبق معمول ساعت 2 برنامه رو شروع میکنیم از واشنگتن پایتخت آمریکا. و اگر شما جزو بیننده های همیشگی تلویزیون مردم بوده باشید میدونید که یک برنامه رو ما سالها شروع کردیم به نام پناهجویان رو دریابیم و افتخار میکنیم که دوستانی که از جاهای مختلف دنیا، از استرالیا گرفته تا ترکیه، یونان، سوئد، انگلستان و از تمام مذاهب، از بهایی، از ارمنی، از مسلمان گرفته تا تمام قسمت‌های سیاسی، وقتی که این دوستان در کشورهای مختلف منتظر هستند و پناهجو هستند و تقاضای پناهندگی دادن، ما باشون مصاحبه می‌کنیم که به این صورت این دوستان با شما گفت و شنودی داشته باشند. و اگر شما امکانی دارید، سازمانی هستید که پناهجویان کمک میکنید و اینها، بتونید به این دوستان کمک کنید. امروز برای اولین بار با دوستی صحبت میکنم، دوست جوانی که ایشون توی ایران طلبه بوده و بهتر میدونم که با خودش به اصطلاح صحبت کنیم. اسم این آقا هست عبدالخالق علی کرمی، از انگلستان هستن. آقای خالق، شما لطف کن یه مقداری از خودت برای ما بگو که عبدالخالق کی هست و امروز در انگلستان چه کار میکنه و به اصطلاح شرایط اقامت شما، وضعیت پرونده پناهندگی شما به چه صورت هست. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. ضمناً این برنامه به صورت زنده از صفحه شخصی خودم روی فیسبوک پخش میشه، روی صفحه فیسبوک مردم تیوی هم پخش میشه. این شما و این هم دوستمون از لندن، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت آقای سربی و همه بینندگان محترم شبکه مردم تیوی. اول یه معرفی کوتاه بکنم از خودم، از بک‌گراندم. بنده عبدالخالق علی کرمی هستم، از استان ایلام. 4 ساله که وارد اروپا شدم، الانم در انگلستان هستم، در لندن. 2 ساله که اینجا هستم و بقیه 2 سالشو کشورهای دیگه بودم. سوئد بودم، مجارستان و کشور رومانی. هنوز موفق به دریافت اقامت هیچ کشوری نشدیم، به دلیل اینکه یک قانونی هست در اروپا به نام قانون دوبلین، یعنی اولین کشوری که شما وارد میشید باید بمونید و اگر کشور دیگه برید شما رو برگشت میدن به همون جای اول. به خاطر همون این مشکل ما داشتیم. خدا رو شکر این مشکل اینجا حل شد، البته بعد از اینکه 2 ماه تو دیتنشن سنتر بودیم، در مرکز بازداشتگاه در لندن بودیم 2 ماه و دیگه خدا رو شکر موفق نشدن ما رو برگردونن و موندگار شدیم. ولی باز اقامت دادن مشکل برای چنین افرادی که چنین مشکلی دارن. بعدش الانم 9 آگوست بنده اینترویو دارم، یعنی 4-5 روز دیگه اینترویو بنده است و دیگه میسپارم به خدا، هرچی خود خدا قسمت کرد همون بشه. وقتی میگید اینترویو، یعنی شما در لندن، در انگلستان تقاضای پناهندگی کردید و اونجا اون اداره مهاجرت یا اون سازمانی که در رابطه با پناهندگان هست برای شما نوبت مصاحبه گذاشته، درست میگم؟ چیه، دادگاه هست یا فقط مثل یک جایی هست که میری و اونجا یک کسی باهات صحبت میکنه، شرایطت رو میشنوه؟ یه مقدار برای ما بیشتر توضیح بدید اسم اونجا چیه که شما به اصطلاح بله یو ان چیه اونجا؟ اونجا به اصطلاح میگن Further Submission Center، یعنی یک جایی که دکومنت هایتو باید سابمیت کنیم، در شهر لیورپول هست و بعد مین اینترویو اصلی 1 ماه بعد یا 2 ماه بعد میفته.
آره تایم به شما میدن که مثلا سپتامبر مین اینترویو شما هست. الان فقط سابمیت دکیومنت هاست که شما پروف کنید جونت در خطر بوده در کشورت و نیاز به ساپورت داری. اینطوریه جریانش. همین که الان شما میگین جانتون در ایران در خطر بوده، مخصوصا وقتی که شما به من گفتید که توی ایران طلبه بودید، اون چیزی که ما از طلبه و سیستم آخوندی و اینها میدونیم، میدونیم که اینها بعدشون خیلی خوبه، معاف میشن، سربازی نمیرن، حتی در دوره‌ای که در حوزه های علمیه هستن حقوق دارن، اونجا اتاق دارن. چجوریه که حالا شما که تونستی به اونجا برسی چیکار کردی که به اصطلاح از این نعماتی که همه مردم فکر میکنن شماها دارید شما فراری شدید و دست به دامن به قول آخوندها کفار شدید که به شما پناه بدن؟ بفرمایید یه مقدار برای ما توضیح بدید که چی بوده، ماجرا چی شده. خب اون نعمت هایی که شما میگید های سربی، اونا برای آدم های خاصیه، اندیویجوال، هم برای این طلبه ها هیچ نعمتی نیست. زمانی که ما طلبه بودیم یه طلبه ماهی 100,000 تومان حقوقش بود، جاخوابایی هم که داشتن به قول خودشون حجره میگفتن، اگه متعهد میشد آدم 250,000 تومان میدادن ماهی، باید زندگی خودت و خانوادت رو رام میکردی، یعنی میچرخوندی. کار هم که نمیتونستی بکنی با توجه به این درس هایی که داشت، صبح تا شب باید سر درس و بحث و کلاس میبودیم. بنده در حوزه علمیه قوام در شهر شیراز طلبه بودم، شاگرد اونجا اساتید اخلاق بودن، آیت الله حائری شیرازی بود، آیت الله سید محمد مهدی دستخیب بود، برادر همون آقای دستخیب که معروف هستن به شهید مهراب. بعد این علما بودن، ما پامونبری اینا بودیم اون زمان. بعد از اونجا که دیدیم وضعیت خیلی بد بود، اومدیم اصفهان، حوزه علمیه امام سجاد. در اونجا هم که بودیم رئیس حوزه علمیه یک آقای بود به نام شفیعی، آیت الله بهش میگفتن، سید بود، شفیعی اسمش بود. بعد اساتید زیاد بودن اونجا، حالا به قول خودشون اساتید، اساتید دروس مختلف، اساتید اخلاق بود به قول خودشون. بعد اونجا هم دیدیم وضعیت خوب نبود. بعد در قم یه مدت رو به سر بردیم، در مشهد یه مدت رو به سر بردیم، دیدیم نه، وضعیت هر کدوم از اون یکی بدتره. بعد دیگه خلاصه ترک کردیم، حوزه علمیه رو ترک کردیم، یعنی انتظاری که ما داشتیم یک چیز دیگه بود. اینا به نام اسلام، به نام قرآن، به نام دین واقعا ریشه میزنن به دین و به کتاب خدا و به دین اسلام و به نام خود دین. به خاطر این بود دیگه ترک کردیم. بعد دیگه به زندگیمون ادامه دادیم تا امروز. خب بسیار ممنون. من این ماجرای طلبه بودن رو متوجه نمیشم، مگر اختیار به شماست که هر جایی میخواین از این شهر به اون شهر میتونید خودتون رو منتقل کنید، یا اینکه به اصطلاح یه مدتی مثل بعضی از دانشجویان که میرن جاهای مختلف تا ببینن کجا باب سلیقه‌شون هست، شما میتونستی آزاد بودی این ور اون ور بری؟ و چرا وقتی که اونجا به اصطلاح مستقر شدی فهمیدی که اینجا جایی که میخواستی نیست و به قول خودتون اینها برخلاف ادعاشون دارن تیشه به ریشه اسلام میزنن؟ این رو یه مقدار بیشتر برای ما توضیح بده. خب این مسئله موو کردن، ترانسفر بشی از یک حوزه به حوزه دیگه بسیار مشکل و دشوار بود. خیلی هم به سختی من این کارا رو میتونستم بکنم که از این شهر بپری حوزه شهر دیگه. بعد این کار خلاصه من انجام دادم، حالا به واسطه هر کسی که بود انتقاله میگرفتم از این حوزه به اون حوزه و وضعیت همه حوزه ها رو دیدم. و روزی هم که خواستم بیام نذاشتن پروندم رو بیارم، گفتن شما حق خروج از حوزه نداری، باید دلیل قانع کننده بیاری، پروف کنی که چرا میخواد بری، کجا میخواد بری، اصلا شما کی هستید. اونا هم که این چیزا حالیشون نیست،
من هم دیگه پرونده و این چیزها رو همه جا گذاشتم، حوزه علمیه رو ترک کردم. بعدش اون زمان که تو حوزه علمیه بودم چند تا مقاله هم نوشتم بر علیه ولایت فقیه، که و مقاله نوشتم بر علیه تشکیل حکومت اسلامی قبل از ظهور امام زمان، که این کار حرامه طبق روایت. من نوشتم طبق احادیث کاملا منطقی، طبق آیات قرآن. و اینها رو که نوشتم اینا یک بار من رو بازداشت کردن و شکنجه هایی که من دادن، ریه من خون ریزی کرد و یک عمل جراحی داشتم در ایران و جای عمل هم هنوز باقی است، جای شکنجه و این خونریزی ریه هنوز باقی است. و به وسیله عموی خودم که ایشون از خودشون بود، هم آخوند بود، هم تو وزارت اطلاعات، هم در سپاه فعالیت داشت، از خود رژیم بود، توسط ایشون من آزاد شدم. و الا همونجا دیگه اینا یا منو میکشتن یا یک دیگه یا اعدام میکنم یا به هر طریقی. بعد دیگه آزاد شدیم. بعد عموی بنده تصمیم گرفت که اوایل جنگ سوریه بود، گفت که شما باید برید سوریه بجنگید، شما اینجا به در شما نمیخوره. اومدی مقاله نوشتی برای ولایت فقیه، نوشتی برای تشکیل حکومت اسلام، باید برید. خلاصه من مخالفت کردم. برادر منو اول فرستاد، مرحوم یوسف، ایشون رفت سوریه. این داستان شاید 4 سال پیش دیگه، همون وقتی که اومدم اروپا، ایشون رو فرستادن سوریه. بعد از 2 ماه جنازه ایشون اومد. بعد جنازه ایشون اومد دیگه خواستن که منو بعدش بفرستن. عموی بنده بود دیگه، ایشون بزرگ خانواده بود، کسی نمیتونست حرف رو حرفش بزنه، نفوذ داشت، با رژیم بود، با سپاه بود، با اطلاعات بود، دیگه حرف حرف ایشون بود تو خانواده. خواستن که من رو بفرستن. دایی بنده و مادر بنده به من کمک کردن که به صورت غیر قانونی از کوههای ارومیه وارد ترکیه شدم به صورت قاچاق و از اونجا دیگه به راه ادامه دادم. یعنی توسط مادرم و داییم که دیگه نمیخواستن یک بچه دیگه شون تو سوریه کشته بشه سر هیچی، به خاطر این بود، به خاطر این مشکل که دیگه بنده اومدم طرف اروپا. بله. خب همون شما اون قسمتی که گفتید مقاله نوشتید در باره ولایت فقیه، فکر کنم دیگه میشه گفت حسابتون با کتب الکاتبینه. و چیه خب وقتی همچین کاری کردید به شما گفتن چی؟ جرمتون چیه؟ شما که نگفتید من دین دیگه انتخاب کردم، نمیتونن بهتون بگن مرتد هستید، چون شما یه مقداری هم به اصطلاح سواد اسلامی و مذهبی دارید، یعنی به شما نمیتونن به سادگی وصله بچسبونن. چی گفتن؟ البته خیلی خوشحالم که حالا بالاخره بعد از اینکه این مشکلات براتون پیش اومده، حالا عموتون تونسته شما رو فراری بده. ولی یه مقداری بیشتر از این ماجرای اون مقاله بگید، و این مقاله رو میتونید بعدا برای ما زیر همین فیسبوک یه جایی بنویسید، دارید اون رو روی اینترنت یا نه؟ خب این مقاله که من نوشتم علیه ولایت فقیه بود و یک مقاله دیگر علیه تشکیل حکومت اسلامی قبل ظهور امام زمان، طبق احادیث، طبق روایات، طبق قرآن بود همش. و اینکه اینا گفتن اقدام علیه نظام، نمیدونم تشویش اذهان عمومی، از این حرفا. اینا جرمای من بود که اینا به من چسبوندن این جرما رو، و سر این بود که اینطور من رو یک مدت بازداشت کردن و بعد خونریزی و خونریزی ریه و عمل جراحی و اینا با هزار تا سختی توسط عموم، چون کم سن و سال هم بودم اون زمان، شاید من 18 ساله بودم، 18 ساله بودم، دیگه آزاد شدم. آره خدا ما یه عمر دوباره بخشید، آزاد شدیم. بعد این مقاله ها من میتونم برای شما سند کنم، برای شما بفرستم تو فیسبوک، الان که دسترسی بهشون ندارم مقاله را، ولی مقاله نوشتم برای بنده کار سختی نیست، چون
بالاخره چند سال درس خوندیم، میدونیم، بلدیم این حادیث رو. و من دوست دارم که همینجا تو این شبکه مردم تیوی من واقعا دعوت میکنم از هر عالمی که ادعای علم دارد یا از این طلاب یا علما، این آخوندا، من دعوت میکنم هر کسی که میتواند بیاید ولایت فقیه اثبات کند، بیاید مناظره کنیم با هم، بیاید با هم گفتگو کنیم با اسکال، با تصویری، خودش رو معرفی کند، ببینیم اسم نسبش کی است، ببینیم کی است. اگر آخوند درست سایی بفرمایید مناظره کنیم، ببینیم چجور شما ولایت فقیه رو اثبات میکنید، شما چطور تشکیل حکومت اسلامی رو میخواید اثبات کنید قبل ظهور امام زمان. مثلا خودشون میگن یک حدیثی از مقبوله عمر ابن حنظله میگن، خب مقبوله عمر ابن حنظله رو چطور میخواید اثبات کنید که این ولایت فقیه که شما ساختید و درست کردید؟ یا حدیث دیگری هست مشهوره ابی خدیجه که یکی از یاران امام صادق بود، خب اینو چطور شما واس کردید به ولایت فقیه که میگید ولایت فقیه هم ولایت رسول الله هست؟ یا اون حدیث توقیه شریف که از امام زمان صادر شده که میگه در غیبت ما در حوادث واقعه مراجعه کنید به روایات حدیث ما، به راویان حدیث ما، اینا چطور میخواید بگید که این منظورش ولایت فقیه بوده؟ یعنی شما میخواید بگید حقیقتا شما بر طبق قرآن و حدیث و اسلام میخواید ثابت کنید که ولایت فقیه اصلا میشه گفت حتی یه بدعته، یه دروغه، یه چیز اینجوریه؟ نه دقیقا اینطور است. و بسیاری از علما بودن که ولایت فقیه رو زیر سوال بردن، علمای بزرگ که کتاب نوشتن، بسیاریشون بودن که اصلا قبول نداشتن، و حتی یک عده قلیلی، یک عده کمی از علما که قبول داشتن، اونا هم محدوده برایش گذاشته بودن، این لیمیت داره، حدود داره، نه این که بگید ولایت فقیه و همون ولایت رسول الله است. تمام اختیارات رسول خدا که معصوم بوده، پیامبر بوده، رو شما بدید به غیر معصوم. چطور میتونید تمام اختیارات یک معصوم بدید به یک بشر معصوم نیست؟ آقای علی کرمی، تا اونجایی که من میدونم پیغمبر هیچ وقت حکومت اینجوری مثل دولتی نداشته، همیشه به صورت راهنمایی بوده و ترغیب مردم به کار خوب و اینها. حالا اینها اصلا حکومت در دست گرفتن، اینها خودش دولت درست کردن، اینها یه بحثیه که امیدوارم شما در مصاحبتون قبول بشید، بعد ما رو در جریان بذارید، بعدم بتونیم اگر دوستان مایل هستن همونجوری که شما گفتن، به شما گفتید، به صورت یا مناظره یا تک تک با هم صحبتی داشته باشیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. در خاتمه اگر صحبتی دارید خیلی کوتاه بفرمایید. تشکر میکنم از شما آقای سوربی و بینندگان که وقتشون رو هم گرفتیم. من صحبتی ندارم، به امید خدا همتون صحیح و سالم باشید، خانواده‌هاتون خوش و خرم باشه، و هر کی مشکل داره، گرفتاری داره، به امید خدا حل بشه مشکلاتش و همه به خیر و سلامتی زندگیشون رو ادامه بدن. ممنونم از شما. فقط من یه سوالی دارم، دوستانی که میگن که نه اسلام دین محبت و صفا و صلح و اینها نیست و این عین اسلام هست، همین چیزی که جمهوری اسلامی و ولایت فقیه داره پیاده میکنه، شما پاسختون به اونها چی هست؟ خب ببینید، خود پیامبر در طول عمرش یک نفر را اعدام نکرد، این شخص با زندانی چنین برخورد نشد، با اسیر جنگی چنین برخورد نشد. اسلام دین محبت است، ثابت شده، همه ثابت کردن، حتی دشمنان اسلام بسیارش الان اعتراف میکنن که اینطور از حالا اونو سر وقت اگر دوست داشتید مفصل توضیح بدیم، روایاتش، آیاتش که ثابت کنیم واقعا دین مفصل از اگر بیننده ها دوست داشته باشن که یه وقتی بذاریم که ثابت کنیم این چیزو. بسیار ممنونم از شما، امیدوارم موفق باشید، و همونجور که ازتون خواهش کردم لطفا ما رو در جریان به اصطلاح وضع اقامت و این قبول شدن مصاحبه و بعدم امیدوارم قبول شدن اون دادگاه به اصطلاح آخری نهایی به ما خبرهای خوب رو بدید. مرسی، خیلی ممنون که با ما بودید.
مرسی آقای سعودی، تشکر میکنم، روزتون خوش، خداحافظتون باشه. خدا نگهدار، به امید دیدارتون. دوستان عزیز، با دوستمون آقای عبدالخالق علی کرمی بودیم و ایشون از لندن با ما صحبت کردن. اگر سوالی پرسشی دارید لطف کنید در فیسبوک، در ایمیل، در یا با پیام شماره تلفن و تکست ارسال کنید، برای ایشون ارسال میکنم و امیدوارم ایشون هم بتونه با شما به اصطلاح باشه، صحبت کنه، مناظره کنه، گفت و شنود داشته باشه. و بهتون گفتم من تا حالا با افراد زیادی که پناهجو بودن مصاحبه کردم، ولی ایشون اولین طلبه ای هست که ما مصاحبه کردیم، امیدوارم آخری نباشه. مرسی که با ما بودید. خب دوستان عزیز، برنامه جمعه رو آغاز میکنیم با اینکه اولا قرار هست ساعت 3 بعد از ظهر با یک جوان ایرانی مصاحبه ای داشته باشم که ایشون تخصصش در سازمان دفاع آمریکا و روابط خارجی آمریکاست و میدونید که الان اوضاع و شرایط آمریکا واقعا یه جورایی شیر تو شیره، یعنی از این بر میان میگن که کره شمالی ما با شما دشمن نیستیم، از اون بر اینها هم دندون نشون میدن و موشک هوا میکنن و به قول بعضی از دوستان فیل هوا میکنن، از اون بر با ایران این بر اون بر میشنیم که توی جاهای مختلف توی کشورهای مختلف صحبت میکنن، ولی اینجا میگن ما میخوایم ایران و رژیم ایران رو سرنگون کنیم. و جالبه که بعضی از دوستان هم مثلا مثل این آقای رامین پیرامون میگن حالا دیگه این بار حتمیه. میگم آقا شما 38 سال از خودتون خجالت نمیکشید؟ هر سال میگید امسال سال سرنگونیه. مجاهدین هم همینو میگن، هر سال میگن امسال سال سرنگونیه. یک ویدیویی رو دیدم از آقای فیلابی. آقای فیلابی واقعا من شرم میکنم که شما یعنی روبرو آینه وایسید، اقلا از خودتون سوال کنید، ویدیوهای خودتون رو ببینید که این همه سال به مردم گفتید امسال سال سرنگونیه، بعد حالا دیگه میگید که این جشنی که ما گذاشتیم فروریزی حکومت اسلامی هر چه زودتر انجام میشه. خب آقا اگه اینجوریه مثل عروسی‌های قدیم هفت شبانه روز جشن بذارید، بلکه با جشن شما در اوورسورواز و نمیدونم در فرانسه حکومت جمهوری اسلامی به اصطلاح منهدم بشه، فرو بریزه و هر چیزی که شما میگید. آخه بابا ببخشید، رهبر که نداری دیگه، اصلا اسمی هم ازش نمیاری. رئیس جمهور خودتونم که دیگه رئیس جمهور دائم شده. بابا جون یه خجالتی، یه ویدیوهای کانون آوا رو امروز براتون پخش کردم، 3 تا ویدیوی مختلف بود که در رابطه با همین ادعاهای پوچی که سازمان مجاهدین میکنه و تنها افتخارشون اینه که 120 هزار کشته دادید. ما هم برای شما ناراحتیم، غمگینیم، 120 هزار جوان ایرانی رو کشته به اصطلاح کشتید، یا خود شما به کشتن دادید یا آخوندها کشتن، 120 هزار خانواده رو داغدار کردید. ولی چی بوده حاصلش؟ یه سازمانی رو از 50 سال پیش سابقه از عرش به فرش رسوندید، هیچ برنامه‌ای هم برای فردا ندارید. به این دوستم مرداد نوشتم که آقا من حالا فهمیدم تو چرا هی میگی من میام واشنگتن میبینمت، میام واشنگتن میبینمت. بابا اصلا مثل که شما مجاهد که میشین به شما یاد میدن، هر کی گفت کی میگی فردا. ملا نصرالدین هر روز میگفت فردا، چون میدونست فردا نمیاد. فردا شما فردا میگی فردا، فردا میگی فردا، همینجوری. در هر صورت اینم ماجرای برنامه‌ها هست. و خانم هنگامه اون روز لطف کردن روی فیسبوک یک چیزی نوشتن در رابطه با هیپنوتیزم و بعد ایشون برای من گفت که اگر از اون سوال هیپنوتیزم و به اصطلاح بحث هیپنوتیزم خیلی دور نشدیم، من تجربه خودم رو بگم. ما هم گفتیم که خب لطف کنید تماس بگیرید، ایشون هم این کار رو کرد، به نوبه خودم ممنون و متشکرم. و حالا من صفحه فیسبوک ایشون رو میارم اینجا که شما ببینید، اگه شما هم نظری دارید در این مورد با ایشون تماس بگیرید و با هم به پیامی که ایشون گذاشته توجه میکنیم. باز هم ممنونم. و دوستان تماس با تلویزیون مردم بسیار ساده است،
برخلاف سازمان مجاهدین، برخلاف دوستان طرفدار پادشاهی، برخلاف حزب اللهیا، برخلاف شاه اللهیا، برخلاف مصدق اللهیا، این تلویزیون تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و بله با حمایت مردم. اجازه بدید از دوستی که از نیویورک کمک کرد، حمایت کرد، تشکر کنم، چون 3 تا فیلم داده بود و ما نشون دادیم و چون ایشون رو میشناختیم، خب بالاخره اعتباری هست، نگفتیم پول اول بفرست تا بعدن پخش کنیم، پخش کردیم، ایشون هم لطف کرده حمایتش رو فرستاده، دیروز دریافت شد. اجازه بدید از احمد از فلوریدا تشکر کنم که ایشون هم هر ماه 30 دلار لطف میکنن و میفرستن. و باز هم ضمن تشکر از خانم هنگامه که روی فیسبوک با نام هنگا محلاتی هستن و قبلا هم گفتن هیچ ارتباط آشنایی فامیلی با محلاتی هایی که آخوند هستن ندارن. بشنویم با ایشون، بشنویم پیام ایشون رو در رابطه با هیپنوتیزم. سلام آقای سوربی، سلام میکنم خدمتون، من هنگامه هستم. بله، برای دوستان و همکاران فرنگیم هنگام در این 32 سال اخیر و برای دوستان و عزیزان ایرانی 100% هنگامه هستم. به هر دو اسم عادت کردم و هر دو رو دوست دارم. در مورد هیپنوتیزم هفته پیش سوال کرده بودین. من اطلاعات علمی که خودم مستقیم مطالعه کرده باشم راستوخای ندارم. من در مطب دندانپزشکی کار میکنم، بهداشتکار دهان و دندان هستم و یه دکتری رو میشناسم که ایشون الان دیگه بازنشسته شدن ولی هیپنوتیزم رو انجام میدادن و کارهای دندان پزشکی رو با علم هیپنوتیزم انجام میدادن و خود ایشون مستقیما به من گفتن که دندون رو میکشیدن با هیپنوتیزم بدون بیهس کردن. و جالب این بود که برای همین دکتر هم خودش جالب بود که وقتی که این کار رو با هیپنوتیزم میکردن خونی نمیومد و کراون و به اصطلاح سرپوش دندون میذاشتن با هیپنوتیزم. ولی مسئله مهم در علم هیپنوتیزم و هیپنوتیزم شدن افراد اینه که خودشون این کارو بخوان و اعتقاد داشته باشن. خود من شخصا چند بار، یکی دو بار هیپنوتیزم شدم، ولی نه اینکه راه بیفتم برم و از این عالم خارج بشم، حواسم بوده منتها به راحتی هیپنوتیزم شدم به خاطر اینکه شخصا خودم اعتقاد دارم و شخص هیپنوتیزم کننده رو زیر سوال نمیبرم در ذهن خودم، بهش اعتقاد دارم، بهش ایمان دارم و میگم خیلی خوب این کارو بکن ببینم کاری میشه یا نه. یک بار خیلی ریلکس که همین دکتر دندون پزشک با من کار کرد و ما استاد ما بود در حقیقت، سر کلاس یه دی رو هیپنوتیزم کرد و ریلکس کرد و این برای من شخصا خیلی کار کرد، برای چند نفر دیگه نه. و یک بار دیگه هم فکر میکردم که هیپنوتیزم نشدم به خاطر اینکه اون شخص منو برد به دوران منزل دوران بچگیم و من داشتم فکر میکردم که این کارو نکرده. منتها بعدن که با همسرم صحبت کردم داشتم تعریف میکردم، گفتم خب میگه کاری نداره، من دوران منزل دوران بچگیم رو میشناختم، میدونستم چی به چیه. گفتش بعد همجوری داشتم صحبت میکردم یک دفعه یادم افتاد که او یه مجسمه رو که من هیچ وقت بهش فکر نمیکردم یادم افتاده، دوباره تو اون عالم هیپنوتیزم دیدم. به هر حال وقتتون رو نگیرم زیاد پرچونگی نکنم، ممنون از برنامه‌تون. من خیلی بله خیلی ممنون از ایشون، چون پیامگیر ما این شماره تلفن 202 3 دقیقه بیشتر وقت نمیده به دوستانی که تماس میگیرن. در صورت ایشون لب مطلب رو گفتن و جالب بود که میگن اگر کسی میخواد که این هیپنوتیزم روش انجام بشه باید باور داشته باشه و این باور به دکتر، باور به جراح، باور به هر چیزی که شما میخواین برید یک کاری رو باید. حتی باور به کسی که میاد خونتون رو میخواد تعمیر کنه، اونی که میپرسه از این و اون که کارش چجوریه، دنبال اینه که
بگرده تا موقعی که بهش باور پیدا میکنه بعد کارش رو بده. من خودم اینجا شاهد بودم که یه بار آقای دکتر مسعود بعد پروفسور مسعود انصاری هیپنوتیزم میکرد و گفتم یا آقای آمریکایی را آورده بود و هیپنوتیزم کرد و اینها و میگفت حالا کی رژیم ایران عوض میشه. اون آقا هم چلو کباب سنگینی خورده بود، میگفت به همین زودی، درست مثل هم آقای فیلابی، که دیگه آقای فیلابی میگه این بار شما نمیدونید تو ایران ماشینا رفتن عکس خانم رجوی. آقای فیلابی اگر رفتن شما منتظر چی نشستی تو فیرفاکس ویرجینیا؟ خانم رجوی منتظر چی نشسته توی اوورسورواز؟ خب بلند شین برین، الا اینکه دروغ میگید. شما پهلوانی خودتون رو عوض کردید با یه چیزی که هی مرد به مردم هر روز میگین فردا فردا فردا. آخه این خب ناگفته هایی از روابط ایران و آمریکا اسم مقاله ای هست که آقای احمد علی مسعود انصاری نوشتن، خیلی جالبه. البته خود من این 19 صفحه رو خوندم. آقای انصاری توی این 19 صفحه حدود 7 صفحه از خودش میگه که کی هست، امروز چرا اینجاست، چگونه با شاه بوده، با فرح فامیله، با رضا پهلوی مشاورش بوده، بعد امروز با هم مشکل دارن و اینها. به نظر من یه مقداری این اینتروداکشن یا معرفی خودش طولانیه، ولی اگر حوصله کنید و اونها رو بزنید رد کنید چیزهای جالبی میگه. مثلا در رابطه با اینکه دولت آمریکا با آقای رفسنجانی رابطه داشته، در رابطه با اینکه آقای رضا پهلوی از سازمانهای آمریکایی ماهی 150 هزار دلار میگرفته به غیر از 62 میلیون دلار که خودش میگه به اون آقای کامبیز حسینی گفته داشته و اینها. به نظر من به خوندنش میارزه، ارزش داره. و جالبتر اینه که به احتمال 50% ماندیت 14 یعنی 10 روز دیگه دوشنبه با آقای احمد علی مسعود انصاری یه مصاحبه خواهیم داشت که این مصاحبه رو 2 ماه هست که قولش رو داده و چون صحبت از دوشنبه هست، دوشنبه همین هفته که میاد یعنی هفتم ماه آگست یا اوت با آقای تیمسار امیر هوشنگ آریانپور هستیم. ایشون خیلی مرتب مصاحبهشون رو آماده کردن فرستادن و شما دوستان هم اگر سوالی پرسشی دارید حتما بپرسید، در برنامه میپرسم از ایشون و آقای پتیک یا بدیک سوال خودش رو مطرح کرده و من هم روز دوشنبه از آقای آریانپور میپرسم و نظرات ایشون رو جویا میشیم. و اما مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی که یه سری هم حضور احمدی نژاد اونجا و صحبتایی که خود آقای روحانی کرده و اینها هست، رو اینترنت ها هست، ولی اینها همش مسائل جنبیه. اون چیزی که برای من و شما مهمه، اون چیزی که برای ایرانی های هموطن ما، فامیل ما، دوستان ما در ایران مهمه اینه که حالا بار دوم آقای حسن روحانی چه خواهد کرد. و اما بله تشکر از دوستی که از نیویورک حمایت کرده. ضمناً یه دوستی هم از نیویورک مایل هست که بیزینسش، شغلش رو بفروشه و عکس‌هایی هم فرستاده. من سعی میکنم با ایشون یه مصاحبه‌ای داشته باشیم و عکس‌ها رو نشون بدیم. اگر شما به اصطلاح سرمایه‌ای دارید، میخواین سرمایه گذاری کنید، دنبال یه کسب و کاری میگردید در آمریکا، بهتره با اونایی که بیزینسشون استبلیش شده، یعنی یه شغلی که یه جایی زده سالها اونجا هست، مشتریانی داره، اینها رو میتونن با بوک بهتون نشون بدن، با به اصطلاح صورت حسابا و اون بیلانشون و اینها که ما امسال چقدر فروش داشتیم، سال قبل چقدر فروش داشتیم اینها، تا اینکه شما برید یه جایی رو باز کنید. بله اونی که خودتون باز کنید ممکنه ارزون تر بشه، چون سرقفلی یا گودویل نمیخواد بدید. و گرچه نه، بعضی جاها اگه اونها قبلا گرفته باشن به دلیل اینکه اجاره یا لیزشون
سالها بوده ممکنه اجارهش کم باشه. ایشون مثلا گفت 3500 دلار اجاره برای 4000 اسکوئر فیت اصلا انبیلیویبل، یعنی باور نکردنیه. در صورتی که اینجا یه رستورانی بود بس بابالو 25000 دلار در ماه اجارهش بود. بعد دوستی میگفت که اینا هر شب هم میخوان برنامه بذارن، مردم این محله گفتن که 8 نفر سکیوریتی باید استخدام کنید. شما 8 تا سکیوریتی، حالا ما نمیگیم نفری 200 دلار 300 دلار، 8 تا آدم معمولی هم که بیاری 8 تا 100 دلار بخوای بهش بدی میشه 800 دلار. اصلا درصد نمیدونم. کار ایشون به اصطلاح سنگبری و مرمر و اینها هست، ولی سعی میکنیم با خودش یه مسابقه داشته باشیم، حتی عکس ها هم اونجا نشون بدیم. از احمد از فلوریدا تشکر کردم. و اما صحبت از آقای انصاری شد، یادم میاد که توی یکی از مصاحبه هایی که من سالها پیش با ایشون چندین مصاحبه، فکر کنم 12 تا مصاحبه داشتم سال 2002، و خیلی جالب بود. این دوستان شاه اللهی که هیجان زده میشن و قبل از اینکه حقایق یا قصه های دل طرف رو گوش کنن، گوشی رو برمیدارن و فکر میکنن که خیلی باهوش هستن، میخوان تماس بگیرن. یه خانمی تماس گرفت و گفت آقا شما اون موقع چند سالت بوده؟ گفت من 23 سالم بوده. گفت آخه شما 23 سالت بوده شاه با شما مشورت میکرده؟ این آقای انصاری گفت که من که به عنوان مشاور شاه استخدام نشده بودم و در دستگاه شاه از بس آدمای بد و دزد و پدرسوخته دور برشون بودن، من جوان رو به اصطلاح که مذهبی هم بودم یا مؤمن بودم، من رو امین خودش پیدا کرده بوده، با من صحبت میکرده. و وقتی من میگم مشاوره، گاهی وقتی از من شور و مشورت میخواسته که مثلا چه کار کنم یا برو با آقای شریعت مداری اینو بگو اونو بگو اینها. بعد خوشم اومد از این قسمت که آقای احمدعلی مسعود انصاری خیلی سریع به خانمه گفت که شاه چند سالش بود پادشاه شد؟ خانمه گفت 21 یا 22. گفت خب چجوری یه مملکتی 21 یا 22 ساله میتونه پادشاه بشه؟ البته اینو آقای انصاری نگفت، الان من اضافه میکنم، پادشاهی که حتی دیپلم نداشته و منی که دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس دارم و در دانشگاه ایران دارم تدریس میکنم، نمیتونم مشاور این شاه باشم. این بیمنطقی شاه اللهی ها رو میرسونه. و یک مصاحبه ایرم جدیدن انجام داده و گفتم حالا من خودم از ایشون سوال کردم، چون قبلا هم یه بار راجع به مریضی شاه ایشون گفته که شاه مریض نبود، یعنی یه جوری میخواد بگه مریضش کردن. ماجرای این که خانم فرع پهلوی نمیذاشته، حتی اون دکتر کی بوده اون رو جدا کرده، دور کرده از شاه، دکتره که دکترم به اصطلاح هم بهایی بود هم دکتر چی میگن تو ایران، نمیگن دکتر حیوانات، در صورت اون بوده که بعدن البته من میگم وقتی با دوستان صحبت کردم گفتم بابا این دکترای حیوانات و اینها رو خیلی دست کم نگیرین، اینا از دکترای آدمها بیشتر باید بفهمن، چون آدمها به دکترشون میگن اینجام درد میکنه اینجام درد میکنه، ولی اون حیوان بیچاره نمیگه که من کجام درد میکنه، و اینا باید بتونن تشخیص بدن. یه دوستی هم روی فیسبوک نوشته بود آقای سوربی این واقعا درسته، اینهایی که دکتر حیوانات هستن اینها واقعا بیشتر از دکترای معمولی باید بدونن تا بتونن مشکلات رو حل کنن. من از آقای انصاری سوالم این خواهد بود که شما یکی دو بار اینجا و آنجا گوشزد کردین که شاه مریض نبود، این رو بیشتر باز کنید ببینیم که چجوری شما فکر میکنید شاه رو مریض کردن، و ماجرای این که خانم فرع پهلوی یا فرع دیبا تلاش میکرده حتی شاه رو از ایران خارج کنه ولی خودش بمونه. میدونید ماجرای شاه اون اواخر انقلاب یا اواخر حکومتش و اوائل انقلاب این بود که
یکی از اینایی که بکنم آقای صدیقی بوده بهش گفته بود شما باید باشی تا من نخست وزیر بشم، یکی دیگه مثل بختیار گفته شما باید بری تا من نخست وزیر بشم، ولی میگن فرع دیبا پهلوی به شاه گفته شما برو ما اینجا شما برو ما دنبال کارتی و نمیدونم. خلاصه هرچی بود گذشت و رفت. ساعت 3 بعد از ظهر با یک دوست جوانی خواهم بود، ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد برنامه شماره 141 نمونه هایی از نقدها و فحاشی ها و تهمت های بهائیان و تحلیل آقای حسن ارشاد در باره بهائیت به قول خودشون بر اساس کتاب های خودشون و کتاب های دوستان بهائی. و اما ببینم براتون اینجا چه چیزهایی گذاشتم. بالاترین درجه سفسته نوشته که آیا امام زمان ازدواج کرده است؟ اتفاقا یه آخوندی یه جایی گفته بود امام زمان با یک دختر تهرونی ازدواج کرده، بعد حالا صحبت سر اینه که اگه با اون ازدواج کرده اون را هم با خودش برده تو چاه و اگه برده اون خانمه هنوز زنده است یا مرده. و اینه دیگه، شما اگه باور کنی یه شخصی 1200 خورده سال 1300 سال رفته توی چاهی و اونجا زندگی میکنه جای چاه جمکران و اون چاه هم گویا توی جمکران نزدیک قم مردم هم میبرن برای چلو کباب میریزن و نمیدونم نامه مینویسن و اینا، اگه اون زنده است خب باور این که زنش هم همراهش باشه و زنده است خیلی چیز مشکلی نیست. ولی ایشون نوشته آیا زنانش هم مانند خودش عمر 1000 ساله دارند یا میمیرند و ایشون تجدید فراش میکنند؟ آیا امام زمان ازدواج کرده؟ ماجرای ازدواج این چون امروز وقت نداریم اینا رو من فقط سرتیترشو میگم و میرم. و اما واشنگتن پست جزئیات مکالمات خصوصی ترامپ رو فاش کرد. میدونید هفته اولی که ترامپ رئیس جمهور شد یکی از کارها اینه که با رئیس جمهور، نخست وزیرها، کشورهای دیگه تماس میگیرن که به طرف بگن از این به بعد من اینجا هستم، یه سلام و احوال پرسی میکنن. متاسفانه چون ترامپ خیلی نادانه، خیلی به اصطلاح قلدره، قلدر نه از لحاظ زور، شما هیکلشو که میبینید این اصلا از بالای کلش چربیه تا پایین پاش. و جالب دیروز حتی توی چیز میگفت این گلف هم که بازی میکنه تقلب میکنه و با پاش توپ رو جابجا میکنه، حتی این نمره هایی که رو کاغذ مینویسن، امتیازهایی که میدن، اینا رو پاک میکنه، خط میزنه، تقلب میکنه، چیت میکنه. چیت کردن یعنی همون تقلب کردن. بعد خیلی هم فکر میکنه که این بهترین گلف بازه، یعنی گلف بازی میکنه. اینها هفته اول این برداشت به رئیس جمهور مکزیک تماس گرفت و بعد آمد گفت که بله با ایشون صحبت کردم و قرار شده پول دیوارم بده. اون گفت آقا من اصلا همچین چیزی نگفتم، تازه من گفتم که ما پول دیوار رو نمیدیم، شما اگر میخوای دیوار بکشی دور خونت، همه جای دنیا رسم اینه که صاحب خونه دیوار میکشه، اولا ما میگیم دیوار نکش، این نیبرهود، این همسایگی رو از بین نبر، بعدم شما کاری کردی که الان مردم آمریکا دارن در میرن، میرن کشورهای دیگه، دیگه احتیاجی نیست دیوار بکشی. بعد ترامپ گفته بود نه، این اینجوری گفته. حالا ترانسکریپت، شما وقتی من و شما امروز اینجا صحبت میکنیم، گفته ها و صحبت های من و شما رو اگه به صورت مقاله بنویسن میشه ترانسکریپت، این توضیح نوشتاری این گفتگوه. خلاصه اینا آمده بیرون. الانم بحث سر اینه که آقا این همه رو اخراج کردی، این همه رو جابجا کردی و این ماجرای وایت هاوس چیه؟ چرا این لیک؟ لیک یعنی این درز کردن خبرها، درس کردن مدارک و اینها، چرا از بین نرفته؟ اونا میگن که هر کی این کارو کرده به اصطلاح کار خلاف قانون کرده و جرم داره و اینها. طرف دیشب میگفت که نه خیر، اینا چیز نیست، اینها سیکرت، یعنی جزء چیزای محرمانه و غیر محرمانه نیست و خیلی مشکل کسی بتونه جرمی ثابت کنه و اینها. دو تا از این گفتگوها به صورت نوشتاری تا امروز آمده بیرون، احتمالاً از این هم بیشتر خواهد آمد. واشنگتن پست جزئیات مکالمات خصوصی ترامپ را فاش کرد.
و میگه که همزمان با تلاش‌های دولت واشنگتن برای جلوگیری از نشر اطلاعات محرمانه کاخ سفید، نشریه واشنگتن پست بار دیگر با انتشار اطلاعاتی از مکالمه‌های محرمانه تلفنی ترامپ با رئیس جمهوری مکزیک و نخست وزیر استرالیا جستجوی ببخشید جزئیات این گفتگوها را فاش کرد. بعد مثل الان که من گیر کرده بودم مثلا این کلمه دکتر حیوانات رو نمیتونستم یادم نمیومد، گویا ترامپ هم تو صحبت کردنش به این به رئیس جمهور مکزیک گفته اینایی که از اونجا میان که نمیان فوری برن به این آدمای معمولی که در قسمت شیر کار میکنن، منظورش این مزارعی بوده، مزرعه هایی بوده که اینجا میدونی بهش بعضی هاشون میگن دیری فارم، بعضی ها میگن میت فارم، بعضی ها میگن ویجتبل فارم، یعنی مزرعه سبزیجات. مثلا یه دوستی دارم که این مزرعه خوک و مزرعه مرغ داره و به اینا میگن مثلا انیمال فارم. بعد یکی های دیگه هستن که دیری فارم، دیری فارم یعنی محصولات شیر و پنیر و کره و اینها، و این نیست که مثلا یه بچه خوکی رو بکارن خوک بزرگ در بیاد. اینجوری در صورت گفته بوده که شما فکر میکنین اینا که بیان این کارها رو انجام میدن، نه اینا میرن کارهای خلاف میکنن. اینها الان بهتون گفتم اون شب یک تلویزیونی داشت یه گزارش نشون میداد در تگزاس اینایی که شریمپ یا میگو میگیرن، بعد یه عده کارگر باید اینا رو تمیز کنن، بسته‌بندی کنن به دست من و شما برسه، الان اونجا کمبود کارگره و با وجودی که هی دستمزد رو هم میبرن بالا، دستمزد رو وقتی میبرن بالا یعنی چی؟ من و شما مستقیم یا غیر مستقیم باید این چیزها رو گرونتر بخریم، یعنی آمدن ترامپ باعث شده وقتی چیزها گرونتر بشه و کارم آمریکایی که دیگه عادت نکرده بشینی یه جا 3 ساعت 4 ساعت کله شریم رو قطع کنه، کله میگور قطع کنه، یا عادت نکرده با کمرش دولا بشه تو مزرعه توت فرنگی و نمیدونم هندونه و طالبی و اینها رو بار ماشین بزنه، این دیگه نمیاد دوباره کار کنه. حالا اگه شما به جای 11 دلار هم بهش بگی من بهت 15 دلار میدم. و با یه آمریکایی صحبت میکرد، آمریکایی گفت که من یه جای دیگه کار میکردم چون اینا پیشنهاد کردن پول بهتری میدن، اون کارو ول کردم اومدم اینجا، ولی همین روز اول بهشون گفتم من کمرم درد میکنه و دیگه کار نمیکنم. دوستان آقای ترامپ یه فاجعه بزرگی بود. بعضی از دوستان میگن که خب این خیلی خوبه، آمریکا مریض شده بود و هی میرفت دکتر نمیفهمیدن چشه و بهش هی آسپرین میدادن، هی قرص ضد درد یا پین کیلر میدادن. الان ترامپ که آمده بیرون مثل این که این مریض آمریکا، ترامپ سرطانه، دیگه میفهمن چه کار کنه. ترامپی که وقتی میره گلف بازی میکنه، ترامپی که وقتی داشت تبلیغات میکرد میگفت که این چرا میره گلف بازی میکنه، منظورش اوباما بود، و من اگه بشم رئیس جمهور انقدر کار دارم که فکر نمیکنم برم گلف بازی کنم. فکر کنم تا حالا گفت 247 بار رفته گلف، بعد 17 روزم گویا از امروز میره دوباره گلف بازی کنه. و بابات آمریکایی 1 سال که کار میکنه 2 هفته میره مرخصی، و دوستان باور کنید خیلی از آمریکایی‌ها این 2 هفته رو از شغل اولیشون آف میگیرن، میرن یک کاری انجام میدن که یه حقوقی، حالا این حقوقه یا یک ماشینی خریدن قسطش عقب افتاده، یا بیمهشون رفته بالا، یا خونهشون چکه کرده احتیاج به تعمیر داره، یا بچهشون میخواد بره دانشگاه. یعنی واقعا وضع اینجا بده. و این که این دیوانه میگه نگاه کنید استاک مارکت چگونه میره بالا، آقا استاک مارکت در زمان کلینتون هم رفت بالا، استاک مارکت در زمان جورج بوش هم رفت بالا، و میگن رسمه هر 10 سالی این میره بالا بعد سقوط میکنه میاد پایین. وقتی سقوط میکنه میاد پایین کیا ضرر میدن؟ کارمندای دولتی که رفتن، دولتی آمریکا منظور، که رفتن استاک یا شیر یا سهم این شرکت ها رو خریدن بدونی که بدونن این شرکت چیه، کجاست، تولیداتش چیه، بعد تا میاد پایین اونا خودشون پولاشونی کشیدن بیرون. افرادی مثل اون خانم مارتا استوارت و اینها، اونها چیزای داخلی دارن، به اصطلاح اینفورمیشن های داخلی دارن، پولاشونو میکشن بیرون. ولی
افراد بیچاره کارمندای چیز، من مقاله ای رو داشتم نگاه میکردم با عکس یک آقای 80 ساله ای که آمده بود دم جاینت گاریا رو جمع میکرد برای ساعتی 8 دلار. گاریایی که من و شما ول میکنیم تو پارکینگ و میریم اینا رو میاره جمع میکنه و این گاریا میدونید سنگینه، وقتی 10 تاشو باید بذاره تو هم فشار بده بیاد اینا. و میگفت که سال 2008 هر چی پول داشته توی بازنشستگی، فکر کنم آی آر ای بهش میگن، همش چون تو مارکت استاک مارکت بوده رفته بالا. حالا ترامپ اولین حرفی که میاد میزنه میگه از موقع من اومدم استاک مارکت رفته بالا. آقا تولید کجا زیاد شده؟ چرا استاک مارکت رفته بالا؟ برای که یه مشتی شارلاتانی مثل خودت دارن از این بازار سوء استفاده میکنن، ولی خبرهای خوب در راه هست. اون آقای مولر که شده special prosecutor یعنی دادستان یا بازرس مخصوص، یادتونه وقتا بازرسی شاهنشاهی داشتیم، شده بازرس مخصوص، دیروز اعلام کرد که رسیدیم به مرحله‌ای که باید گراند جوری فکر کنم 16 تا یا 18 نفر انتخاب میکنن. میدونید که سیستم قضایی آمریکا بر اساس هیئت منصفه هست، جوری، گراند جوری، یه دو تا جوری دیگه هم داریم و اینا هستن که تصمیم میگیرن با این افتضاحاتی که آقای ترامپ و خانوادش یکی پس از دیگری درست کردن حالا برن تو دادگاه یا نه. یعنی میگن این مثل اینه که 50% شما میتونید بگید که آقای ترامپ که از وایت هاوسی که خودش میگه دامپ یعنی توالت، مستراح رو اینجا وقتی یه جای خیلی کثیف و ایناست میگن دامپ، گفته به یه نفر که وایت هاوس دامپه، ولی انقدر نادانه، دیشب مسخرهش میکردن توی تلویزیون‌های آمریکایی، میگه خب آمار و ارقام و نظرخواهی‌ها نشون میده که تو بیسمنتی، از لحاظ بالا و پایین بودن یعنی زیر زمینی، تو زیر زمینی، خودت هم که توی وایت هاوس که خودت میگی مستراح هست داری زندگی میکنی، چه امیدی داری؟ فکر کنم به زودی ایشون رو در بیگ هاوس میبینیم. بیگ هاوس یا خونه بزرگ تو آمریکا، مثل ایران که میگیم میره آب خنک بخوره، تو آمریکا وقتی یک کسی قراره بره زندان میگن که داره میره بیگ هاوس. اینم ماجرای این ترانسکریپتی که آمده بیرون. بله، یکی از دوستان کتاب این دوستمون رو که خاطرات و تاریخچه رو نوشته بود رفتن خوندن، و اون روز وقتی ما درباره اعدام، درباره شلاق زدن و اینها صحبت میکردیم، ایشون برای من یکی دو صفحه از اون صفحه کتاب رو فرستاده. دوستان کتاب روی صفحه مردمتیوی.com هست، وقتی میرید صفحه مردمتیوی.com یه چند ثانیه صبر که میکنید، به غیر از اون ویدیو که میاد این پایین یه سلاید شو میاد. سلاید یعنی این چیزایی که عوض میشه، بعد اونجا میبینید مثلا نشته برنامه زنده، کانون آوا، شما هم میتونید برنامه داشته باشید، و یکی از این صفحات هم روش وقتی کلیک میکنید میبره شما رو به این کتاب 133 صفحه. ایشون اینجوری نوشته، بذارید من براتون اینجا نشون بدم و بخونم. چرا من وقتی یه چیزی رو میخونم سعی میکنم بهتونم نشون بدم که به این صورت اگه من یه چیزی رو غلط میخونم، مثل اون مجری تلویزیون به ضرب و شتم میگم ضرب و شتم، شما ببینید که بابا این ضرب و شتم و سربی، حالا یا از بی سوادی یا یه وقت ما اینجا گیر میفتیم. مثلا اون روز من این چارت واقعا یادم نبود که میشه نمودار. ممنونم از آقای تیمسار آریانپور و دوستان دیگه‌ای که ما هر وقت گیر افتادیم اونها راهنمایی کردن. با هم این رو میخونیم. هنگام درس خواندن با حسن ششخان که به خوبی یادم است در کلاس چهارم دانشگاه و بحث آن روز آهن بود، به رادیو گوش هم میداد، به رادیو هم گوش میدادیم. اخبار محاکمه 17 تن را میشنیدیم که به تهمت جاسوسی در دادگاه نمایشی عبدالهادی وتوت، من نمیدونم این اسم فامیل عبدالهادی وتوت، محاکمه میشدن. ما از سیاست دور بودیم، به این محاکمه توجهی نداشتیم. صبح روز بعد مانند معمول با اتومبیل میخواستم ششخان را از خیابان السعدون به دفتر کارش رسانده، بعد برای امتحان به دانشگاه بروم. آن خیابان بسته بود. از خیابان ابو نواس به طرف ساحت تحریر آمدیم، پل جمهوریه هم بسته بود، مردم پیاده از این کرخ
یا بله احتمالا کرخ به سوی ساحت التحریر می آمدن، با اصرار حسن ششخان برای صرف صبحانه اتومبیل را پارک کرده و پیاده راه رفتیم. همینطور که به میدان نزدیک می شدیم شلوغی جمعیت افزون می گشت و در وسط میدان 17 تیر نصب، من فکر کردم میدان 17 تیره نصب، و بر هر کدام یک انسان اعدام شده در لباس گلی رنگ آویزان بود، یا گلی رنگ گلی باید باشه. دانستیم شبانه پس از پایان محاکمه که پخش آن ضبط شده بود، این متهمین را اعدام و به هدف وحشت آفرینی و مطیع ساختن مردم در میدان آویخته و به نمایش گذارده بودند. چند تن از اعدام شدگان که اهل بصره بودند روز بعد از بغداد به آن شهر برده و در آنجا آویزان و جسدشان به نمایش گذاشته شد. ما در میدان نایستادیم، به رستوران معروف تاجران رفتیم. حسن دستور صبحانه داد، نتوانستم چیزی بخورم. جهت احترام و همنشینی با او تا پایان خوردن صبحانهش با اعصابی متشنج و ناراحت همنشین بودم. بعد او به دفتر و من به پارکینگ رفتم. هنگام رسیدن و پارک کردن اتومبیل در دانشکده و به محض ورود یک دانشجوی رشته مکانیک به نام عبدالکریم ملا یا عبدالکریم ملا که رئیس انجمن دانشجویان بعثی بود، بعدها وزیر جوانان و سفیر شد، بر روی اتومبیل رئیس بخش مکانیک پارک شده روبروی در دانشگاه جهش کرد. بر اتومبیل ایستاده دانشگاه را تعطیل، دانشجویان را به تظاهرات و تایید دولت در اعدام آن جاسوسان دعوت نمود. به عقب بازگشته بر اتومبیل سوار به سوی خانه رفتم. جهت رفع ناراحتی و فراموشی منتظر فراموشی منظر آویخت شدگان، خوابیدن را انتخاب کردم که با خوردن دو قرص خواب ممکن شد. آن روز جمعیت زیادی گلوار به طرف میدان رفته، با فریاد و سردادن شعار هرچی را به دستشان می آمد به سوی نعش‌های آویخته شده پرتاب کردند. این منظرها به عنوان پیروزی دولت بعث تمام شب از تلویزیون پخش می شد. آن حادثه هرگز از خاطرم نرفت و بعدها بیگناهی همه آنان ثابت شد و معلوم گشت هدف دست برد به ثروت آن متهمین و ایجاد ترس و وحشت در عموم بوده. هدف دستبرد به ثروت آن متهمین ایجاد وحشت بوده. چه اندرزی میتوان گرفت؟ امام موسی کاظم فرموده است برای آسوده زندگی کردن مشهور و ثروتمند مشو. بیش از 1300 سال از این سخن میگذرد. چه تعدادی از گفتار این بزرگان پیروی کردند؟ در میان آشنایان و اطرافیان کدام را میشناسید که هدفش جمع آوری مال بیش از نیاز نیست؟ چند صاحب مقام در تاریخ یافت می شود که ظلم را پیشه نکرده باشد یا قرار نداده؟ کدام سلطجو را می شناسی که عکسهایش را بر همه دیوارهای شهر نیاویخته؟ پس از 10 سال صلاح عمرالعلا یا علی وزیر اطلاعات الاعلام زمان اعدامها در یک برنامه تلویزیونی مصاحبه داشت. در آخرین برنامه مصاحبه نوشته های خواننده ها مطرح می شد. شرح حال آن روز و متن سخنرانیش در میان تظاهر کنندگان را با ایمیل فرستادم و از او به عنوان یک خونخوار شبیه صدام یاد کردم. گوینده برنامه بیش از 10 دقیقه این ویلان شده در شهرهای دنیا را مورد سرزنش قرار ببخشید تموش عوض میخوام ازتون، این اشتباه من بود که بله خلاصه و طرفدار ظلم و ستم سردمداران رژیم بوده. او دستور احمد حسن البک رئیس جمهور وقت را بهانه قرار داد و به این که خود سخنرانی را نوشته اعتراف کرد. در این مصاحبه بسیار سرشکسته و ذلیل شد. از اهمیت یافتن نامه و خار دیدن یک خونخوار احساس آرامش کردم. اجازه بدید من برم این دوست جوانمون رو که منتظر ما هست احیانا از واشنگتن با هم داشته باشیم، چند کلمه ای با جوانان صحبت کنیم. میدونید که من همیشه منتظر هستم که دوستان جوان، مخصوصا اونایی که ایرانی یا ایرانی تبار هستن، در برنامه های ما باشن تا ما ببینیم که نسل بعدی ما چگونه است، چجوری فکر میکنه.
و میدونید ما ایرانی ها گاهی دموکرات میشیم. منظورم وقتی میگم دموکرات میشم یعنی طرفدار این حزب دموکرات ها میشیم، گاهی وقتی طرفدار حزب جمهوری خواهان میشیم و اون بر اساس به اصطلاح چیزی هست که نصیبمون میشه. مثلا اگر حزب جمهوری خواهان به ما میگه مالیات کم بدین، ما تو اون قسمت جمهوری خواه میشیم. اگر دموکرات ها میگن وقتی پیر شدی بهت بیمه میدیم و اینو میدیم و اونو میدیم، میریم دنبال اونها. متاسفانه تلفن من، یعنی چی ببخشید، فیس اسکایپ من تماس گرفتم، ایشون پاسخ نداد. من اسکایپ رو باز میذارم که ایشون با من تماس بگیره و این هم ماجرای دوست ایرانی، چون من توی فیسبوک ایشون دیدم که مثلا هنری کیسینجر رو یکی از دوستانش نوشته بود که chosen people. chosen people میدونی که افراد کلیمی، میگن توی تورات، من نخوندم تورات، بعد آقای مصطفی زاده بیشتر از استفاده میکردیم اشتباه کرد، میگن که توی تورات به دوستان کلیمی گفتن که شما هستید که فقط منتخبین هستید، chosen people هستین و اصلا بهش جای این آشغال کله ها رو نداره. نمیدونم مسلمان ها جهنم، مسیحی ها جهنم. و حالا من نمیدونم اون زمانی که خدا یا هر کسی که تورات رو نوشته داده به دست موسی، فکر میکرده که بعدن یکی میاد مسیحی میشه، یکی میاد اعلام مسلمونی میکنه، یکی میاد بهایی میشه، یکی بودا، مثل که قبل از اونا بوده. نه، در اصل نمیدونم این تاریخ ها. یکی گفت که بابا این چه خداییه، همه تون میگین یه خدا، ولی به تو گفته شنبه تعطیل باش، به اون گفته یه شنبه تعطیل باش، به اون گفته جمعه تعطیل باش، حتی برای تعطیلی یه روز معین رو انتخاب نکرده. و خدایی که نتونه سر تعطیلی هفتگی از روز اول فکرش بکنه، و من و شما میگیم این خدا عادل، قادر، تواناست، به همه کارهایی که همه افراد انجام میدن در همه شرایط آگاه، واقف. بابا نمیشه، نمیدونم. در صورت این هم از این، من برای این دوستمون بنویسم که هلو چی شد، کجا هستید. خب کسایی که تو واشنگتن کار میکنن خیلی نمیشه روشون حساب کنید. واشنگتن من یادمه دوستمون رفته بود، اگه اشتباه نکنم جنازه ریگان رو گذاشته بودن توی این اون ورودیش، چی بهش میگن، که مردم بیان قشنگ به اصطلاح از جنازه دیدن کنن، خداحافظی کنن. و همون موقع یه هواپیمایی، اگه اشتباه نکنم هواپیما مال یک سناتوری یا مال یکی از این چیزا بود، چون اینجا هواپیما داشتن و هواپیما کرایه کردن اینا هیچ کاری نداره. یادم میاد من یه دفعه 150 دلار بلیط دادم، خریدم رفتم آتلانتا. بعد از اونجا یه نفر رو می‌خواستیم که بیاد اینجا یه ماشین برداره بیاد، گفتیم بلیط گیر نمیاد. طرف گفت آقا اصلا ببخشید، گروه پدر شرکت‌های هواپیمایی زنگ زد به هواپیمایی و یه فرودگاه نزدیکشون بود، 400 دلار گرفت این طرف رو از اونجا شب ساعت 11-12 سوار کرد آورد اینجا، اونم از اینجا ماشین برداشت رو آورد. و توی آمریکا خود من می‌خواستم هلیکوپتر بخرم، چون یه راهی رو می‌رفتم که یه طرف، یعنی یه طرفه نبود، یه خیابون می‌رفت یه خیابون می‌اومد. اینجا به این راه‌ها میگن کانتری رود. و اگر یه پیرزنی میافتاد جلوت دیگه هیچی، حسابت با کتاب الکاتبی بود. اگر معمولی میرفتی 45 دقیقه طول میکشی. اون زمانها 25 سال پیش 45 دقیقه خیلی بود که برسی سر کارت. اگر یه نفر میافتاد جلوت یا تصادفی میشد دیگه هیچی. یه دفعه من تصمیم گرفتم هلیکوپتر بخرم، چون اون یاردی هم که داشتیم میتونستیم بریم و بیایم و اینها. بعد رفتم دنبال خرید هلیکوپتر و اینها، رفتم یه جایی دیدم یه آدم این فلجی نشسته و باهاش گفتم که میخوام این، گم نخری یا، گفتم چرا، گفت ببین من هواپیما داشتم، اگه هلیکوپتر داشتم الان مرده بودم. گفتم چطور شد، گفت هواپیمام
موتورش اشکال پیدا کرد، وقتی رفتم بشینم خوردم به درخت و اینها من فلج شدم. ولی اگه هلیکوپتر بود، هلیکوپتر میگه تا میخوری زمین یه جورای آتیش میگیره و اگه آتیشم نگیره وقتی میخوری زمین، البته دیدم چندین هلیکوپتر زمین خوردن اینجا، تمام این استیشنای رادیو تلویزیون هلیکوپتر دارن، حتی ساعت صبح که ترافیک شلوغه یا عصر که ترافیکه، الان نمیدونم احتمالا تو تهران هم تنها جوری که میتونم گزارش کنم باز همینه که با هلیکوپتر فیلم برداری میکنن یا اون بالا گزارش میکنه و الی آخر. در اصل اینم ماجرای خرید هلیکوپتر و راه و اینها که ما وقتی بحث برنامه‌مون شروع میشه، مخصوصا وقتی مهمونمون سر موقع حاضر نشه، یک کمی دست و پامون رو گم میکنیم، میگیم ای داد بیداد ما همه حسابو گذاشته بودیم برای شما، حالا اینجوری شده. اجازه بدید ما تا 3 دقیقه دیگه صبر کنیم و اگر این دوستمون نیاد ما میریم به اصطلاح برنامه‌ای رو که اینجا گذاشتیم و براتون گفتم خاطره از اعدام رو خوندم. این کتاب رو حتما بخونید، شما هم اگه چیزای جالبی توش دیدید. یه دوستی اتفاقا رفته بود خونده بود و بعد تشکر کرده بود که من برای اون دوستی که این کتاب برای ما فرستاده براش فرستادم. در صورت این هم از این. و اما باورهای ما و اینکه چه باید کرد، میدونید من بیشتر وقتا وقتی یه چیزی میاد، یه نامه میاد، یا مثلا این دوستانی که همش ذکر مصیبت میکنن، میگم بابا آقا خانم این چیزی که شما میگی ما والا هممون میدونیم، میتونم بگم بعضی همونم بیشتر و بهتر و کاملتر از شما میدونیم، فقط یه چیزی نمیدونیم، چه باید کرد؟ و الا شما هم این آخوندا همین ذکر مصیبت، ماجرای کربلا، ماجرای یزید، ماجرای امام حسین، هر جوری که خودتون دلتون میخواد، این مظلوم بوده، اون ظالم بوده، این شکست خورده، اون میدونید ماجرای امام حسین و مسلمانای شیعه هم اینه، درست مثل ماجرای مجاهدین که رفتن هم ایرانی ها رو کشتن هم خودشون کشته شدن ولی گفتن ما پیروزیم. این شیعه هم میگه ما پیروز شدیم. میگم بابا حسین سر باریدن، سرش گردن سر نیزه، میگه خب همین پیروزیه. خب اگه این پیروزیه دیگه چرا میرین جنگ؟ زیر یه درختی جای خونکی قشنگ پیدا کنید، یکی یکی نیزه ها رو بزنید، تو سر اونو ببر بذار، اون یکی سر تو رو، همین جوری آخرش هم خودش رو مثلا یه جوری کلشو پخ پخ کنه. اینجا هست یک قتلی به اصطلاح به این صورته که میگن میره مثلا افراد فامیلشو میکشه، خودش هم میکشه، بهش میگن هومیساید سوئیساید، یعنی کشت خودش هم کشت. و یا میره همکاراشو مثلا یه جایی یه نفر اخراج میکنن. این تو اداره چیز خیلی رایج شده بود، اداره پست، یه مدتی آدم پستچیاری که میدید وحشت میکرد، چون چپ و راست اعصابشون خرد بود، میگن اینا چون تو سرما تو گرما بیرون هستن، بار خیلی سنگینی رو دوششون هست، پیاده باید راه برن، خیلی مشکله. الان که همشون بیشتر ماشین هست و اینا و احیانا کار پستخونه هم کم شده، اینا چپ و راست با اسلحه برمیگشتن تو پستخونه رئیسشون رو میکشتن، به اصطلاح یاورشون میکشتن. درباره باورهای ما چه باید کرد، آقای آریانپور میان و دوشنبه با من و شما خواهند بود. خیلی ممنونم که ایشون دعوت ما رو پذیرفته. ساعت 2 بعد از ظهر دوشنبه با ایشون خواهیم بود. و اما دوستی برای ما یه چیزی فرستاده، نوشته که Don't let people pull you into their storm, pull them into your peace. خیلی جالبه. و روزانه ما 10-20 تا از این نصیحت و پندهای زیبا برامون میاد، ولی کی گوش میده، کی عمل میکنه؟ من که یادم میره، شما چی؟ میگه که اجازه نده دیگران شما را به طوفان خودشون بکشن، شما اونها رو بکش به محیط صلح و آرامش خودت. بدبختی اینه که ما خودمونم طوفان داریم، استورم داریم، آرامش نداریم. و نمیدونم، در اصل اینم از همین نوشته ها هست که بیشترش هم مینویسه یا گاندی گفته یا کنفوسیوس گفته یا فلان دانشمند گفته، اون بیچاره هم نیستن زنده که بیان بگن که اوکی آرایت من برای این آقا بنویسم بای بای، پس هیچی دیگه ولش نخواستیم. کسی که 10 دقیقه سر قرارش دیر بیاد
بهتره که مهمان ما نباشه. اون روز همونجوری که من براتون گفتم این آقای دکتر نون واحدی یا هر کسی که بود بهش گفتم آقا اصلا شما مثل که دروغگو دنیا آمدی و ما اینجوری اینها. بعد ایشون عصبانی شد و گفتم آقا برو دنبال کارت، میخوای عصبانی باش باش، یا هر چیزی هر غلطی که دلت میخواد انجام بده. این هم از این ماجرا. و اما بذارید ما ببینیم که اوضاع و احوال نوشتهایی که برای شما گذاشتیم چیه. این برنامه لایو و سویچ و بیایم اینجا. خب اینم باز نمیشه، ما اسکایپ رو بستیم، حالا این صفحه باز نمیشه و وقتی که ما چیزایی رو که رو کاغذ نوشتیم تموم میشه، میریم حالا چیزایی رو که تو کامپیوتر گذاشتیم، کامپیوتر اینجوری قفل میشه، اون وقت چی میشه؟ ما مجبوریم براتون شروع کنیم به مزخرف گفتن تا این وصل بشه. البته مزخرف خوبه، مزخرف حسنش اینه که وقتی شما مزخرف بشنوید میفهمید که خودتون چقدر منطقی صحبت میکنید. درست میگم؟ بذار من ببینم جیمیل رو میتونم از اینجا باز کنم. این فایرفاکس یا مازیلا یه مدت خیلی بد کار میکنه. و اما اینجا usasorby@gmail.com next، ببینیم پسوردمون هم میپرسه این چی میگه، ما چه کار میکنیم و حالا برامون پیام میفرسه، ببینیم چی میفرسه، شماره ای چیزی. بله خب الحمدلله، یا الحمدلله نه، شما این کارو بکنید. آمریکایی‌ها میگن تخم مرغ هاتون رو توی بسکت نذارید. حالا احتمالا این از اون موقعی بوده که یه نفر مثلا مرغاش که تخم میذاشته توی بسکت میذاشته میبرده شهر میفروخته یا میبرده بازار ده به مردم میفروخته و اگه یه اتفاقی میافتاد یه بسکت میشکست همه تخم مرغاش هم از بین میرفت. این وقتی شما تو دو تا بسکت بذاری، تو چهار تا بسکت بذاری، اگه اینوری هم بخوره به یه سنگی چیزی باز داری. به همین خاطر سعی کنید وب براوزرها یا انجین های جستجوگر مختلفی داشته باشید. معمولا اونایی که بهترین هستن با ویندوز که همین اکسپلورر میاد که اونم تقلب کرد یه چیز دیگه ای رو به جای اکسپلورر به مردم غالب کرد به نام اج. و اگر شما یه چیزی خوبه چرا میای تقلبی غالب میکنی؟ قشنگ بنویس مثلا این اکسپلورر جدیده. در هر صورت یکی دیگرش همین مازیلا فایرفاکس. فایرفاکس، فاکس یعنی روبا، فایر هم یعنی آتش، روبا آتشینه که خوب بود، اونم بد شده. یکی دیگرش کروم مال گوگله. اونایی که چیز دارن، مک و اینا دارن، احتمالاً سفاری یا همون اینترنتی که با مکتون و اینها میاد اینا رو داشته باشید که بتونید به موقع اگه یکیش لاک شد خراب شد شما از یه جای دیگه بیان. مثل همون ماجرایی که به دوستمون آقای علی ترابی گفتیم که اگر فیسبوکت بسته شد پسورد یادت رفت بتونی به پسرت، به دخترت، به عروست، به همسایت زنگ بزنی بگی که من لاک اوت شدم، یعنی پشت در موندم بدون کلید، اون کلید رو من بده. اینم این ماجرا. و اما این دوستونم اینو فرستاد ببینیم حالا این حالا جمعه است، بذارید ما یه سری عکسای قشنگ به شما نشون بدیم و لذت ببریم حالا که این دوست جوانمون نیومد. حالا من نمیخواستم بهتون بگم این آقا طرفدار ترامپه و فکر کنم رفته ویدیوهای منو دیده و دیده که من منتظر این هستم که یک کسی که طرفدار ترامپه بیاد اینجا تا ببینم بعد از 7 ماه که ترامپ آمده و این همه مشکلات، این همه مخارج رو دست آمریکایی‌ها گذاشته، اینا هنوزم طرفدار ترامپ هستن یا نه. میبینید که الان ترامپ میره فقط جایی که آدماش بی سوادن، کم سوادن و احساساتی هستن، خیلی الکلی هستن، خیلی مواد میکشن اینا، مثل ویست ویرجینیا، مثل اوهایو اینها، و این هنوز تو اون حالت تبلیغات ریاست جمهوری داره زندگی میکنه. خب اینجا چون همه ما وابسته هستیم به این سوشال میدیا و این وسائل تکنیک جدید، تلفن، کامپیوتر اینها، این سری کاریکاتورها در این رابطه است. میگه که این پدر و مادر، این دوتا بچهشون رو آوردن و میبینی بچهشون هم که تو بغله داره با لپتاپ یا با
اون تبلت بازی میکنه. دوستان این کلمه تبلت از قدیم هم بوده، تبلت همون لوهر هم میگن، تبلت همون لوهه های قدیم حتی با گل و خشت و اینا درست میکردن، اونا هم میشه تبلت. و کلمه ادوبی باز فکر کنم یعنی مثل یک آجر، یک خشتی که روش مینویستن و اینها. در هر صورت He knows how to read and write. We want him to learn how to speak. میگه این بچه ما هم میتونه بنویسه هم میتونه بخونه، ما آوردیمش اینجا که صحبت کردن یاد بگیره. ولی اگر دقت کنید اون بچه هایی هم که اونجا هستن هیچ که با هم صحبت نمی کنه، همه دارن به اصطلاح با اینترنت و با کامپیوتر بازی میکنن و این یه مشکل بزرگی هست که امیدواریم یه راه حلی براش پیدا بشه. و باز دیدید که وسایل جدیدی که درست میکنن، یکی از اونها این چیزایی بود که ویرچوال، یه چیزی میبذاری رو چشمت، همین عروس و داماد اینجا گذاشتن رو چشمشون، چیزها رو سه بعدی میبینن و اینها. نوشته You may now kiss the bride. اینجا وقتی که اون عاقد خطبه عقد رو جاری میکنه، بعد به زن و شوهر میگه که الان شما اعلام میکنم من شما زن و شوهر هستین و حالا میتونید همدیگر رو ببوسین، یا به داماد میگه شما میتونید عروس رو ببوسید، که انگار حالا تا قبلش همچین کاری رو نکرده. در صورت چون عروس و داماد هر دوشون از این چشمی های ویرچوال رو چشمشونه، و خیلی جالبتر این که این داماد به اصطلاح تو مغزش تو اون تصویر اینو میبینه، عروس رو میبینه، این عروس هم توی تصویر اینو میبینه و میگه حتی اینا به اصطلاح تو عروسی و اینها هم دیگه کسی جرأت روبرو شدن با هم رو نداره. و اما میگه It does veggie or I will change the Wi-Fi password. Wi-Fi password اینترنت بیسیمیه که شما تو منزل دارید و میدونید که براش یک رمز میذارن و اگه تو رمز ندارید حتما رمز درست کنید. چون من اینجا سالها پیش یه اشکالی پیدا کرده بودم، وقتی تماس گرفتیم و تکنیشن اومد و اینا، گفتیم بابا ما اینقدر ماهیانه پول میدیم، اون موقع هم زیاد بود، و چرا ما سرویس درستی نداریم؟ دستگاهی که گذاشت گفت که اینجا توی محلتون هر بچه‌ای که میخواد گیم بازی کنه از گیم خونه خودش استفاده نمیکنه، چون میبینه اینترنت شما قوی هست و استفاده میکنن. و خلاصه پسورد گذاشت و از اون روز اسم رمز و ما راحت شدیم از دست این بچه های تخس. در صورت اینجا مادر به این بچه ها دیدین که مثلا اون وقتا میگفتن این سبزیجات رو بخورین تا بعد از نهار یا شام بهتون بستنی بدن، حالا تهدیدشون میکنه، تشویق نیست، میگه اگر این چیزا رو نخورین، وجتبل رو نخورین، من حرف رمز وای فای رو عوض میکنم. و اما اینجا تو سونا اینها نشستن و یکی از اونها میگه من بدون تلفن احساس میکنم لخت هستم، یعنی حتی نمیدونه که آمده لخت شده نشسته اینجا، و لخت بودن معمولی و طبیعی براش قابل حس نیست، ولی این که تلفنش همراهش نیست. سعید کاووسی اینجاست، من فکر کنم از همه ما سعید کاووسی بیشتر وابسته است به تلفنش. سعید ویدیویی دارم که دارن سرود ای ایران میزنن ولی تو داری روی من به سعید میگم تو، چون دوستمه، معمولا به دوستان دیگه که خیلی خودمونی نیستن میگم شما، ولی سعید داره روی تلفنش به اصطلاح دنبال چی میگرده که یا بفرسته یا اونایی که فرستادن نگاه کن. میدونید که پدیکور و مانیکور، این ناخونهای دست و پا رو وقتی خانمها آقایون میرن کوتاه میکنن، شفاف میکنن، واکس میزنن، بروس میزنن، هرچی لاک میزنن بهش میگن مانیکور، برای پا بهش میگن پدیکور. اینجا نوشته که پدیکور is booming. بومین وقتی یه بیزینسی خوبه و خیلی قوغا هست، چی میگن نهار بازارشونه، میگه که این ماجرای تمیز کردن پا و سوهان زدن ناخونا و اینها خیلی شلوغ و اینهاست، ولی مانیکور is dead، ولی برای ناخونای دستشون هیچ کس نمیاد چون دستشون رو لازم دارن. و میبینید که خانم ها اینجا نشستن با لپتاپ هاشون یا تبلتشون دارن چیز میکنن. و اما اینجا میگه که I would say my greatest personal achievement would be 93 likes.
میدونید وقتی یه نفر میخواد استخدام بشه ازش میپرسن مثلا این مثل که میخواد بره دانشگاه چون کیف مدرسهش اینجا هست یا چون مدرسه هرچی بهش میگن achievement، یعنی چیزی که شما بهش دسترسی پیدا کردید، موفقیت. مثلا به یکی میگن گل چیه، گل یعنی هدف، و میگن به هدفش رسید. این میگه که به چه چیز بزرگی شما دسترسی پیدا کردین، میگه که 93 تا لایک، این لایک همون روی فیسبوک و اینها هست. و این یکی میگه که still no fire tried the galaxy note 7. میدونی که تلفن‌های گالکسی چپ و راست آتش میگرفت، خیلی تبلیغ بدی بود و کلی ضرر کرد اون سامسونگ. و حالا میگه این آدمایی که قارنشین هستن با اون سنگ‌های چخماخ دارن میزنن به هم، و میگه اگر آتش نمیگیره این تلفنو بگیر بذار کنار این خار و چوبهایی که جمع کردی و فوری آتش میگیره. میگه either he's gone or the net is down. میدونید که الان شما تو بیمارستان هم که میرید تمام این وسایل بیمارستان، حتی به شما میگن تلفنتون رو خاموش کنید که تلفن شما اینترفیر نکنه، یعنی دخالت نکنه. مثلا طرف داره ضربان قلبش رو تنظیم میکنه، اون یکی مقدار خونی که به نمیدونم کلیه و اینها میرسه. خلاصه این خانواده مریض وایسادن اونجا، میبینید رنگش هم دیگه تیره شده. بعد اون خانم پرستار میگه اینجا داره نشون میده که این مرده، یا مرده یا اینکه اینترنت و به اصطلاح وسائل ما قطع است. و اما اینجا هم میگه که in memory of the departed for 2 minutes we will keep our phone on silent. میدونید که تو مراسم ختم معمولا میگن که به اصطلاح به پاس بزرگداشت اون عزیز از دست رفته چیز کنیم، یک دقیقه سکوت کنیم. حالا دیگه میگه که چیزاتونو خاموش کنیم. من نمیدونم، خیلی جالبه، این یه مورچه اینجا بود یا این کارتونی که نشون دادم. شما هم دیدید حتما کاریکاتوری چیزی که نشون میدید، بعد بعض وقتا میبینید که یه مورچه یه حشره روش داره میره و شما فکر میکنید اینجاست، ولی هرچی میزنید با ماوس هم وقتی میرید روش هی میره این ور اون ور، و اونم خودش یه نوع بازیه. ممنونم از دوستمون که این کاریکاتورها رو فرستاد. و اما اینایی که اسم نیستن، مثلا مثل این آقای نون واحدی، ما میگیم آقا ما نمیدونیم اسم شما نسرین، نرگس یا نصرت، نادر، اینا بعضی هاشون فکر میکنن خیلی زرنگن. یکی از اینا بود به یه نامی می نوشته و اینها، حالا نوشته وزارت اطلاعات مرا شناسایی کرد با نام واقعی من آشنا شوید. ف م سخن. او یا این آقا ایران می رفته و می مده، احتمالاً حقوقی هم تو اروپا می گرفته، حالا آمده یه عکسی گرفته گذاشته اینجا که بلکه از این راه هم بیشتر معروف بشه. افرادی مثل من هم که نادان هستیم اینا را هم معروفتر می کنیم. حالا سوال اینه که شما این همه معروف شدی، این همه نوشتی به اسم ناشناس، به کجا رسیدی با ناشناس بودنت؟ چه کار کردی که با شناس بودنت انجام بدی؟ وزارت اطلاعات مرا شناسایی کرد، نام واقعی من آشنا شد با نام واقعی من. همانطور که بارها نوشتم از سال 1987، یعنی دقیقا 30 سال پیش، نوشتن با نام فهم سخن را آغاز کرده. قبل از آن هم، یعنی از اوائل انقلاب تا این سال، بدون نام یا با نامهای مستعار دیگر می نوشتم. بعد از رایج شدن فارسی نویسی در اینترنت، از سال دریافت جایزه صلح توسط خانم وادی، یعنی سال 2003، شروع به نوشتن در اینترنت و خبرنامه گویا کردم که تا امروز ادامه دارد. خوشحالم که نزدیک به 14 سال با شما خوانندگان اینترنتی از طریق نوشته‌هایم در ارتباط هستم. در طول این 14 سال در ایران و آلمان و کشورهای دیگر زندگی کردم و اکنون در آلمان هستم. خب ملت، این آقا من حاضرم بهتون شرط ببندم که دروغ میگه بدونی که بشناسمش. این دیگه حالا لابد تصمیم گرفته ایران نره، یا دیگه دیده آقا اصلا ایران کاری به این ندارن، میره میاد، میگه رفتم اونجا اونا من شناختن. چه کار کرده بودی قبلا که حالا با نامشم نوشته؟ در اصل اصلا من نوشته های ایشون رو نخوندم، ولی دیدم این رو آقای عزیزان فرستاده بود، ما گفتیم خب ببینیم این دیگه چه پخیه. خب
ببینیم که آقای امیر خان چی میگه. بله خب، به هر روی از تماس و لطفی که به من ارزانی کردین، باز هم از جرفای دل از شما سپاسگزاری کرده و برایتان شادکامی و بهروزی روزافزون آرزو میکنم. بدرود جناب سروی گرامی، پاینده باشید. منم ممنونم، من هم امیدوارم شما موفق باشید در کارهاتون. و ببینیم که اینجا چیزی من از قلم نینداخته باشم. امروز دوستان اگر تازه به ما پیوستید، اول برنامه با یک آقای جوانی 23-24 سالشه که طلبه بوده در ایران، در حوزه‌های مختلف ایران ما مصاحبه کردیم، در برنامه پناهجویان رو دریابید. حسن فیسبوک اینه که شما همین الان که نگاه میکنید میتونید برگردید برید از اول نگاه کنید، که این رو من پیشنهاد نمیکنم. و باز این میمونه بدون اینکه بخواید منتظر من باشین. من یادم اون وقتا ما باید اینجا پرونده رو میفرستادیم، بعد منتظر اون دوستمون میشدیم تو کالیفرنیا، میگفتیم آقا چی شد، میگم بابا من حالا بیرونم دارم نهار میخورم، میگفتیم آقا چی شد، میگم من هنوز سر کارم تا 5 بعد از ظهر. 5 بعد از ظهر اون میشد 8 شب ما، یعنی من 4 ساعت بعد علاق میشدم. الان همه این مشکلات رفته، تا برنامه اجرا میکنیم رو فیسبوک میمونه، 10 دقیقه بعدش چون اختیار دست خودمونه روی یوتیوب میذاریم. حالا دیگه بستگی داره یوتیوب چقدر شلوغ باشه، چقدر وقت بگیره تا اون مرحله یا مرحله پروسس کردنش رو، پروسس به ایرانی چی میشه، در هر صورت بگذره و اونا میذارن دیگه. این روزا شما میبینید همه جا میتونید سوربی با مردم، همه جا میتونید مردم تیوی رو ببینید تماشا کنید، و ضمناً همه میتونن در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن. چون اوائل ماه هست و روز جمعه هست، تلویزیون مردم رو هم لطف کنید حمایت کنید. بله مخصوصا به شما دوستان هستن، دوستانی که سالها هست این برنامه ها رو میبینید، شما باید حمایت کنید. اونی که غریبه هست و اونی که مخالف هست و اونی که تازه اومده، تازه که حمایت نمیکنه، میاد ببینه این امامزاده شفا میده یا نه، بعدن ممکنه حمایت کنه. و اما پتیک یه پیام گذاشته یا یه چیزی نوشته. آها ببینید اینجوریه، ما میان اعلام میکنیم روز دوشنبه آقای آریانپور با ما هستن. حالا چرا بعضی‌ها رو اعلام نمیکنن؟ به چند دلیل. چون بهشون اطمینان ندارم، مثل همین جوونی که امروز پیداش نشد، چون اطمینان ندارم اصلا اسمش هم نمیگم که با این قرار بیایم یا نه. این یه دلیلشه. یه دلیل دیگه‌اش اینه که توی تلویزیون‌های ایرانی این رایجه، وقتی با یکی می‌خوای مصاحبه کنی، مخالفین دشمنان نادانن، معمولا زنگ میزنن به طرف میگن آقا با این مصاحبه نکنی یا فلان اینجوری بیشتر. حالا اینکه ما با اینا که مصاحبه میکنیم، مثلا ما میریم یه پله بالاتر یا به ما حقوق میدن، آقا داریم وقت مجانی بهشون میدیم، خیلی هم دلشون بخواد. همینجوری که این آقای نون واحدی گفتم آقا برو دنبال کارت، ما وقت گذاشتیم منتظرتم بودیم نیومدی، و حالا اگه میخوای باید پول بدی. در صورت پتیک گفته که کاکو جون سلام، دوشنبه از آقای آریانپور اگر وقت اجازه داد در مورد خوب و بد بودن مردان اجتماعی بپرس، به عنوان مثال امیر کبیر بهتر بود یا مصدق، شعبان بهتر بود یا تیمسار متین دفتری، برادرزاده مصدق، کدام یک خائن، کدام یک خادم بودند. چشم، میپرسم و ایشون هم احتمالاً جواب میدن. بله یه دوستی نشته آقای سربی گرامی لطفاً موجودیت سایت جدید ما را اعلام کنید. وقتی میگی سایت جدید یعنی سایت قدیم هم داشتی. شما اگه سایت قدیم داشتی، اگه موفق بودی تو سایت قدیمت آدرس سایت جدیدت رو بنویس، مردم میان. اگه موفق نبودی همین کارا رو کردی که موفق نبودی، هی میخواستی مفتخوری مجانی این برام آگهی بده اون برام آگهی بده. برای ایشان نوشتم که بسیار خوشحال میشم، شما $10 هزینه کن برای 9800. شماره امروز فیسبوک ما خیلی جالبه، 8899 88 99. برای این میذارم $5 بیشتر بده، برای 5000 نفر روی فیسبوک شخصیم میذارم. یعنی شما با $15 برای بیش از 13000 نفر، نزدیک به 14000 نفر میتونید پست بذارید. ولی این که تو رو خدا برای من این رو پخش کن، اگه شما به خدا باور داری به خدا بگو، چرا دست به دامن من میشی؟ به خدا آویزون بشو بگو خدا اینو برای من پخش کن. در صورت
همینجا میمونه تا روزی که شما به اصطلاح مخارجش رو بدین. میگه که مثل این که فرزندان فرنگ رفتهشان برگشته و آنها مناسبت را جشن گرفتن. الان تو ایران خیلی رسم شده، طرف از سربازی برمیگرده یک بنر خیلی بزرگ میزنن. اون وقتا این بنرها رو ما دم سقاخونه ها میدیدیم و تو مراسم عزاداری. بعد اگه کسی پدرش میمرد یه آگهی انقدی میزدن سر چهار تا کوچه و محله که میرفته و میمده که اطرافیان مطلع بشن بیان. ولی الان یکی که میمیره خیابونا رو کردن پر این بنرهای بزرگ و اینها، یکی که میره سربازی برمیگرده، یکی که دیپلم میگیره، یکی که دانشگاه میره. حالا اینجا نوشته مثل این که فرزندانشون ناگفته نمانه. این دوست ما که از خلیج فارس اون روز برنامه آقای یوسف شمائی مشائی رو فرستاد، بعضی هم به مشائی مشائی هم میگن، کدومشه من نمیدونم، فرستاده بود. وقتی من گفتم خب ایشون که عربی میخونه من نمیفهمم، ایشون از من گله‌مند شده بود که ای آقا شما چگونه اهل فارس هستی ولی این زبان یا گویشه یا لهجه والا ما اینم نفهمیدیم. دو تا چی همیشه هنوز گیجیم، یکی قوم و یکی دیگه میگن قوم ملیت، یکی گویش لهجه. و در هر صورت متوجه نشدیم. میگم آقا خب من متوجه نشدم وقتی که من توی محلی بزرگ شدم همه مثل من حرف زدن، جایی هم به اون صورت نرفتیم. اون وقتا که مثل الان نبود که شما با اینترنت همه دنیا بیاد سر انگشته. یا اون وقتا که مسافرت، مثلا من یادم مثلا حالا چون پدر ما تو کار رانندگی بود و تابستونا میرفتیم و اینها، مسافرت زیاد میرفتیم، نمیدونم بروجرد رو دیدم، کجا رو بگم، اصفهان رو دیدم، تهران رو دیدم اینا. ولی کسی مسافرت نمیرم، ممکن بود 18 سال یه جایی باشه اصلا پاشو از اونجا بیرون نیذاشته باشه و اولین روزی که دیپلم میگرفت میرفت سربازی، از اونجا میرفت یه جای دیگه. تو سربازی هم که نمیرفت، مثلا من خودم خرم‌آباد لرستان که بودم، ما رو فرستادن تیپ 77 اونجا بودیم با یه سری بچهای شیرازی و رشتی و تهرونی و اینها که همه اونا هم اونجا میخوان یه جوری صحبت کنن که دیگران اونا رو بفهمن. پس ما گناهی نداریم، ما که نشستیم تلویزیون فارس رو نگاه کنیم بعد بگه اوکی دوستان عزیز الان میبرمتون به بندر گناوه یا میبرمتون به جنوب بوشه و بشینیم عروسی اینا رو نگاه کنیم. از این خبرها نبود که یه تلویزیون بود کانال تهران و اینم هر کسی فامیل هزار فامیل بود رفته بود اونجا. این آقای قریب افشار و فرخزاد و اینا رو شما نگاه کنید، شما فکر میکنید اینا اومدن بین 300 نفر گذاشتن ببینن کی شومنه؟ قریب افشار مصاحبهش هست که یه آقایی رو که پارتیش شده بود از آمریکا آورد، ولی این آقا ماشاءالله نه قیافه‌ای داره نه صدایی داره نه هنری داره. برید بزنید پرویز قریب افشار. حالا آقای فرخزاد هم که آمد اون دیگه خیلی تند رفت، اونم نابغه‌ای بود مثل شاه که یه دفعه حالا ایشون چون همجنسگرا بوده و نمیدونم گی بوده و اینها، یه دفعه آمد یه کارای میکرد که اصلا با فرهنگ اون موقع مخالفت داشت. این تلویزیون ما بوده، خب از لحاظ مسافرت نادان و ناتوان، از لحاظ تلویزیون ناتوان. شما ماشاءالله امکاناتش داشتی رفتی، شما گفتی که مثلا کشورهای مختلف رفتی دیدی، لهجه های مختلف دیدی، فکر نکنید همه اندازه شما میدونه. در صورت من اصلا متوجه نشدم که اون یک گویش فارسیه یا یک محلی، دقیقا فکر کردم عربیه چون اودم میزد و بماند. مثل این که فرزندان، بله جنوب فارس به جان خودت عربی نمیخوانن. نه اینو متوجه شدم، حالا برای دوستانم نشون میدم که دوستان هم ببینن. گویا یک نفر از خارج برگشته و اینها جشن گرفتن. حالا اگر ارتباط ما وصل بشه ببینیم چرا اینجوری شد. این آره این یاهوی شما یک کمی ما رو اذیت میکنه. یاهو شده یابو شما. بله بریم، برید جیمیل چیز به اصطلاح ایمیلتون رو عوض کنید و جیمیل. ما میدونید اولی که اینا آمد اون موقع ماهی 20 دلار میدادیم که ایمیل داشته باشیم با امریکا آنلاین AOL. بعد دیدیم بابا سرویسش افتضاح هست و اینها، رفتیم سراغ یاهو. یاهو هم مدت زمانی خوب بود، بعد اینها وقتی با همدیگه میفروشن و معامله میکنن بد میشن. الان یاهو ایمیل خوبی نیست، گوگل مثل بهترینه. ببینیم و لذت ببریم.
کل به هر زبونی بزنن ما میفهمیم. اینجا آقای ماز جبرانی هم کل میزنه. دیشب اتفاقا اون برنامه‌ای رو که ما رفته بودیم و نتفلیکس ضبط کرده بود، دیشب مثل از دیشب توی نتفلیکس و اینا پخش شده، میتونید ببینید. حتما اون قسمت جستجو ماز جبرانی ببینید، جوکایی که گفته و اینها قشنگ. اصلا واسونک شیرازیه، ای همومی ای همومی آب حمام و فلان، نه اینو تو عروسی ها و اینها میخوندن و یادش بخیر. در اصل ممنونم که ما رو بردید به یک سفر بدون بلیط و بدون خرج، و چقدر لباس های زیبا و قشنگی پوشیدن، و امیدواریم که همیشه از این خبرها باشه شادی. و به قول شما حالا شاد یا از فرنگ برگشته یا از سفر برگشته، به سلامت برگشته باشه. من فکر میکنم این برای عروسی بود، چون میگه کی به هجله کی به هجله خواهرای بزرگترش، درست میگم؟ خب و اما هزاران سال ببین شما انسان چه تغییری کرده. در شرق عربستان یک نابودسازی شهرهای شیعه نشین و کشتار مردم شروع شده، همه دنیای متمدن خاموش هستند. در این فیلم مادری از پادشاه و ولیعهد عربستان می‌خواهد فرزندش را گردن نزند. او و 16 جوان دیگر فردا هنگام اذان ظهر، احتمالاً امروز دیگه، قبل از نماز در برابر چشمان مؤمنین خدا خداشناس سر بریده خواهد شد. حکمرانان هیچ کدامشان از پایان همتاهای پیشین درس عبرت نمیگیرند. بله، از آخر عاقبت اون دیکتاتورهای قبلی درس نمیگیرند. دیگه حتی اینا اگه سواد داشتن اون شعر ایوان مدائن رو باید حتما خونده باشن، کلاس پنجم بود یادتونه، آن ای دل عبرت بین از دیده عبر کن، آن ایوان مدائن را آینه عبرت دان، نمیدونم ما بارگه دادیم که نبودن. این رفت ستم بر ما بر قصر ستمکاران، تا خود چه رسد خزنان. میگه ما خوب بودیم اینجوری شدیم، حالا شما دیگه به کجا میرسید؟ بله، نه آخونده از سرنوشت شاه پند میگیرن، نه شاه از سرنوشت باباش پند گرفت، نه رضا شاه از سرنوشت قاجار پند گرفت، و نمیدونم چی تو مغز اینها هست. بله، و در درس‌ها و پندای عرب آمده اگر برای کسی ادامه داشت به تو نمیرسید. آن خیلی جالبه، میگه این دنیا و این وضعیت اگه برای دیگران ادامه داشت به تو نمیرسید، با این حال رفتن و بالا و پایین آمدن ادامه دارد و این انسان آدم نمیشه. نمیدونم دیدن حال این مادر به اصطلاح نفعی داره یا دیگه، مخصوصا الان که ممکنه بعد از این باشه که جوونش هم اعدام کرده باشن یا گردن زده باشن. عربستان سعودی که دوست و یار غار آقای ترامپه، توی میدون توی بازی‌های فوتبال گردن میزنه، مثل ایران که اعدام میکنن، ولی اینا صداشون در نمیاد. حقوق بشر اونجا خبری نیست، خانما تنها، زنها نمیتونن از خونه بیان بیرون، صداشون در نمیاد. وقت خانم ایوانکان چیه، این زنیکه احمق دختر ترامپ با اون از خودش بدتر اون ملندان کیه، میرن اونجا قه 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 میخندن و لاس میزنن با این عربا. یک کلمه درباره حقوق زنان در عربستان سعودی هیچ کس صحبت نمیکن، و این آقایی که امروز قرار بود بیاد ولی فکر کنم گرمای صندلی از اینجا زد زیر قنبلش تو واشنگتن، میخواستم ازش همینا رو بپرسم که چطور شد
ترامپ گفت من اگه بشم رئیس جمهور وقت ندارم برم بازی، ولی هر روز سرشو میگیری دومش توی زمین گلف، دومشو میگیری سرش تو زمین گلف. چطور شد ترامپ گفت عربستان سعودی مسئول این به اصطلاح اعمال تروریستی سپتامبر 11، ولی اولین جایی رو که رفت دید و منت کشی کرد همین عربستان سعودی بود. و شماها هنوز دنبال ترامپ هستین؟ واقعا خجالت بکشید، از خودتون خجالت بکشید، برین تو آینه اون چیزایی رو که این گفته برای خودتون بخونید، ببینید یک دونهشو عمل کرده. حالا هم که آمده میگه هر کی انگلیسی بلد نیست بیاد اینجا، یکی گفت آقا اگه قرار باشه اونایی که انگلیسی بلد نیستن از اینجا بکنیم بیرون، خودت شما فکر کنین این ترامپ هی میگه ترمندس نمیدونم بیگلی فلان، این انگلیسی بلده؟ کلاهبرداری استاده. حالا یه مملکتی واقعا مایه خجالت. این بیچاره رضا اصلاً درست نوشت، نوشت مایه ننگ آمریکایی هاست که تو رئیس جمهورشون باشی. 33% فعلا طرفدار ترامپ هستن، یعنی از هر 3 نفری یه نفر. خب و اما ببینم که براتون دیگه چی گذاشتم. بله اینجا هم آره یک رقصی هست، حالا چون روز جمعه هست این رقص رو میذارم و من براتون به اصطلاح یا تیک یا پوینت خودم یا نظر خودم رو میگم. این بذارید براتون درستش کنم، سلکت ایریا، احتمالاً الان میبینید خب چشمتون روشن، حالا بشنوید. سوار اسب چوخی رو بر مزارم کردی، سوار اسب چوخی رو بر مزارم کردی، تریا دیدم تریاکی موند کرم خاکی، روز دو بس می کشم خیال دارم تریاکی ترکش کنم، صبح و برم زور خونه ورزش کنم، عصر و برم خیابون گردش کنم، زور و برم زیر درخت چنار، من قلب و پور گذارم کنار، وقتی که با پور جرجر می کنه، وقتی که با پور جرجر می کنه، آی زود آخش گیر می کنه، وقتی که با پور جرجر می کنه، وقتی که با پور جرجر می کنه، دل من قم گیر می کنه، آی زن تو مزن خود خود، آی زن تو مزن خود خود، بر زور تناشورم مزدی تو زدی خود خود، گم شد کت با فورم، گم شد کت با فورم، یکمی بیا پایین تر، یکمی بیا پایین تر، آخ منم بیام بالاتر، لا 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 لا. خب دیگه بسیار، من قبلا هم گفتم وقتی که این آقایون تنها میرخصن آدم اصلا چندشش میشه. حالا میبینید اینجا بیشتر همه آقایون هستن، احتمالا آقایون یه طرف خانم ها یه طرف، ولی یه بر این کنار یه خانمی رو هم نشون میدن و این شعرهای کوچه بازاری هم نیست دیگه، نمیدونم این متلک بتلک هایی که میخوندن و اینا همون حقیقتا چی شعر که بهش میگفتن درست در صورت نمیدونم نشتن. عنوان این پیران ما، خب پیر ما که به این درجه رسیده باشه هنوز شهامت و شجاعت نداشته باشه که دست خانمش هم بگیره با خانمش برقصه، به نظر من خب پیرای ما هم مالی نبودن. و اما پیران انگلیسی، این دوستمون حالا پیران انگلیسی رو هم فرستاده، اینم با هم ببینیم که اجازه بدین. از لحاظ سن و سال میگه اینا 100 سال 104 105 سال سنشونه، ولی همشون میگن که پول و مقام و اینها دنبالش نبودن و سن هم یک عدده و باید به اصطلاح توی زندگیتون سالم خوش
خیلی قانع باشید. بشنویم ما. My name is Betty Turpin. How's your boy? How old am I? I'm 101. 104. Who said that was age? So many people think happiness has to be a lot of money. Don't get me wrong. You need money. But don't make money the main thing. It's your attitude. Up all the time. Never mind this down stuff. When I was young, I was a very happy person. And I still am. I just feel good inside. Be yourself and smile. It's so easy to be nice. When people are nice, you're nice. If they're not nice, walk away from them. And just be a good person, physically and mentally. All those things are important. You have to have beautiful memories that when you're old like me, you can remember. And if that makes you happy, it's a good life. بله، میگه خوشحال باشین، شاد باشین. از آدمایی که به اصطلاح عصبانی و مثبت نیستن دوری کنید. آقای کاووسی یه چیزی اینجا نوشته، این نوشته های کاووسی بعضیا توی فیسبوک بهش حمله میکنن قبل از اینکه حتی نوشته رو خونده باشن و ببینن که ایشون چی گفته. میگه آقای یکی از دوستان در رابطه با اون طلبه‌ای که ما باهاش مصاحبه کردیم برای پناهجویی نوشته اگه ایشون کیس همجنسگرایی بده فوره جواب میگیره. در حوزه‌های طلبه‌ها مشهورن که ملاها با برادران طلبه همجنسگرایی رواج داره. خب اگه رواج داشته باشه که طرف نمیتونه بیاد بگه که بهش ظلم شده، یعنی اونم خواسته اونم نمیدونم درسته. این دوستمون نوشته آقای سوربی دیدید که گاوهای وحشی دیدن هیچ کس اهمیت نمیده که شیرها بچه هایشان را میخورن، بنابراین خودشون تصمیم گرفتن از یکدیگر حمایت کنن. شنیدن بعضی از مردم جهان پنجم هم دارن مردمانشان را تشویق میکنن که همین کار را بکنن، اما آنها دفرنسیالشون قفل کرده زیر بار نمیرون. ناگفته نماند که شعور در خاورمیانه مال خر است. این هم آقای کاووسی نوشته. و دوستان عزیز شما روی فیسبوک میتونید بحثا و اینا رو ادامه بدید، با هم صحبت کنید. من پیشنهاد میکنم که محترمانه نظر خودتون رو بگید و اگر نظر دیگری فرق میکنه نه فحش لازم داره نه پرخاش، شما بگید، اون بگه، مردم قضاوت میکنن که کی درست میگه. نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور برگزار میکنن. این هم سالیانه سال دارن به یاد جان باختگان کشتار زندان سیاسی دهه 60 در ایران توسط رژیم جمهوری برگزار میکنن. یعنی حقیقتا ذکر مصیبت و بدون هیچ برنامه‌ای برای فردا، برای آینده. وزارت اطلاعات شناسایی کرد، اینو براتون خوندم. آقا شما قبل از شناسایی چه پخی بودی که حالا چه پخی باشه. افتخار هنری امارات، من حقیقتا میخواستم اینو نشون بدم. وقتی دیدم که این عربا اینجا دارن فقط داد میزنن، فریاد میزنن. عربا شما دوستان موسیقیاشون رو نگاه کنین، کنسرتایی که میذارن، یک کنسرت بزرگ، مثلا این ام کلثوم وقتی میاد 300 نفر نشستن، فقط اونا اعضای کنسرتن. حالا اینا نمیدونم این چی میگن، چرا داد بیداد اینجوری میکنن، اصلا شنیدنش برای اعصاب خوب نیست. اجازه بدین منم مزاحم اعصاب بینندگان نشم. و اما پیام خانم هنگامه رو هم پخش کردیم، خانم محلاتی که گفتن هیچ ارتباط فامیلی با محلاتی ندارن. و در آمریکا درست عین ایران همین جوری که اینها قانون اساسی و دموکراسی رو کپی کردن به گفته آقای سهراب چمنارا و دیگران، از این یه تیکه خشتی که ما از داریوش و کوروش داریم، اونم خدا میدونه حالا بعدن کی بیاد بگه آقا من اینو لوله کردم، درست کردم، فروختم به شما احمقا. اینا تمام سیستم آمریکا از ایران کپی شده. مثلا موقع باز شدن مدرسه ها یادتونه چقدر هر راجای خوبی میذاشتن؟ دوستان به خدا پریشم نشون میداد، میگفت شما بیا 5 دلار
از ما کاغذ و دفتر و خودکار بخر، 100 برگ کاغذ کلاسور بهت میدیم 1 سنت، 1 سنت، 1 پنی. اصلا آدم اشکش در میاد که اون وقت چرا من تو دوره شاه در مازه تمدن بزرگ 1 هفته 2 هفته بدون کتاب و با دفتر هی باید میرفتیم مدرسه، هی از تا از میمدیم، اون معلم احمق کتک اون میزد که چرا نیداری، اون کتاب فروشی میگفت زیر چاپ نیمده، گیر نمیمد چیزا. حالا یه ادم نشستن هی افتخار میکنن به گذشته، از جمله آقای نون واحدی، از جمله آقای حقا عقب افتاده، از آقای سهراب چمنارا هم من یک گله‌ای بکنم که ایشون بعدش نمیاد وقتی من گله میکنم، هی میگن ما این بودیم ما آن بودیم. آقا مگه میشه یک کسی آن بوده امروز این شده؟ امکان نداره، چون که اون دروغه، اونی که شما میگید بوده نمیدونم مال ما و چی مکارتای فلان بوده دروغه. آقا تو این چیزه شما میگین حساب و کتاب نمیدونم کارگران رو نگه میداشتن، تعطیلی و مرخصی زنان حامله رو نگه میداشتن، میگم یعنی شما میگید اون دوره زنا کار میکردن، حتی زن حامله هم کار میکرده که بهش قول دادن بعد از حاملگی به تعطیلی میدیم؟ آقا چه مزخرفایی چپوندن تو مغز شما. بله، ویرجینیا 3 روز نوشته که امروز، فردا، پس فردا، از جمعه شما خرید که میکنی این 6% مالیات رو ازت نمیگیرن. یعنی چی؟ یعنی دولت این منطقه، دستندرکاران این منطقه به این صورت به شما میگه اگه میخوای بری 100 دلار خرید کنی 6 دلار هم به ما بدی 106 دلار، شما الان قدرت خرید 106 دلار داری، 6 دلار ما فعلا فراموش، برو. چرا؟ چون میدونی شما وقتی بری بخری وسایل تو، چون حالا 6 دلار بهت دارن 10 دلار هم زیادتر خرج میکنی، اونی که فروخته باید بهت مالیات بده. یعنی اینا که اشتباه نمیکنن، ولی چرا این سیستم تو ایران نیست؟ چرا هر وقت شب عید میشه و اینا به جایی که ارزون بشه یکی بخری یکی ببر، اینجا دیدید تانکسگیوینگ میشه میگه یه مرغ بخر یکی هم مجانی ببر برای کریسمس. چرا چرا چرا؟ دوشنبه آقای آریانپور اینجا هستن که به خیلی از این چراها پاسخ بدن، و اگر شما به قول اون دوستمون به درد چه تو ایران میگفتن به درد چه کنم گرفتار شدن، اگر به قول دوستمون به درد چه گرفتار هستید، سوالاتتون رو بنویسید یا پیام بذارید، من مسیجتون رو، پیامتون رو روز دوشنبه پخش میکنم، این که اینجا نشستید و آقای آریانپور پاسخ میدن. اینم از این. آخر هفته است، اگر اهل مشروب هستید، مشروب در اندازه‌ای که لذت میبرید شنگول میشید بخورید، و به قول اون چند خط هستید بدونید که چند خط هستید، 1 خط هستید، 7 خط هستید و الی آخر، هرچی کمتر بهتر. و این را هم اون روز خوندم، بحث تغییر رژیم ایران در واشنگتن. میخواستم امروز به این دوست جوانم بگم آقا تو واشنگتن هستی، هی دیدم هم همش با این تندروها عکس میگیری، به اینا بگو احمقا به فکر تحریم رژیم تو ایران نباشید، به فکر این باشید که خودتون وضع آمریکا رو درست کنید که الان به این افتضاحی افتاده و هر روز شدید مایه جوک، و حتی وقتی آدم میره کشورهای دیگه باید پاسپورت آمریکاییش رو قایم کنه، یه جل یه رنگ دیگه بخره که نفهمید مال آمریکا هستی. دوستان عزیز، ساعت 3:54 هست، بذار ببینم یکی دو تا مطلب دیگه اگه هست براتون بنویسم براتون بخونم، اگه نه بریم، نه دیگه برگشتیم به اون خبرهای گذشته. و ببینید ما که مهمون داریم باز نوشته هامون رو نگه میداریم که اگر مهمون نیومد، اتفاقی افتاد، تصادف شد. آها، راجب ریگان میگفتم، این دوست ما رفته بود که فیلم و عکس بگیره، یه هواپیمای آمده بود جنازه ریگان تو روتاندا، حالا اون گنبد هم یادم افتاد، این چیزای گنبدها و اینا رو میگن روتاندا، توی ایران فکر کنم بهشون میگفتن هشتی، وقتی میری صدا میدی اینجور، توی اون همه جمع شده بودن، جنازه ریگان هم این پایین که مردم دیدن کنن، یه هواپیمای آمده بود به محیطی که نباید، محیط هوایی که نباید وارد میشد، و همه فکر کردن حالا یکی اومده مرده ریگان رو مثلا بمبارون کنه و اینا، فرار، شیشه ها بود که میشکست دست مردم، دوربینا بود که میشکست، زنا بود که این کفشای پاشنه بلندشون تو چیزا توی چمن و اینها میموند،
حالا چرا اون موقع راجع به ریگان صحبت کردم، ویدیو رو برگردون از اول نگاه کن، چون خودم هم یادم نیست. ممنونم از یکایک شما عزیزان، حمایت از تلویزیون مردم یادتون نره، مخصوصا دوستانی که سالهای سال هست این برنامه ها رو نگاه میکنن، و اون دوستانی که ماهی 10 دلار، ماهی 30 دلار، ماهی 100 دلار به صورت دائم پرداخت میکنن، اونها خیلی بهتر از اینه که یه دفعه یه کسی 500 دلار 1000 دلار برای ما بفرسته. حالا اگه یه خبری شده میخوای 500 دلار 1000 دلار بفرسی، مهم نیست، بفرست. ولی اگر روش بهترش اینه که بگی من از امروز به خودم قول میدم که نه فقط تلویزیون مردم، تلویزیون های دیگه ای هم که مستقل هستن وقتی نگاه میکنم ماهیانه 10 دلار 15 دلار 20 دلار 100 دلار 1000 دلار بدم. تا زمانی که ما مفتخوری کنیم، آقای سعید کاووسی هم وای میسه مسخرمون میکنه، حتی به جای جهان سوم میگه جهان پنجم. این ماجرای جهان اول، جهان دوم، جهان سوم اگه کسی میتونه توضیح بده. پیام خانم هنگامه رو پخش کردین، اگه کسی در رابطه با هیپنوتیزم میخواد توضیح بده توضیح بده، اگه کسی میخواد اجرا کنه به صورت زنده بیاد اینجا اجرا کنه، من قول میدم که بهش اطمینان کنم ببینم میتونه ما رو مثلا این چیز بدی هم ماشاءالله نداریم که ترک بده. در صورت هیپنوتیزم شما چی فکر میکنید؟ روز روزگارتون خوش. ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد از ایران 141مین برنامه خودش رو که نمونه هایی از نقد ها و فحاشی ها و تهمت های بهائیان هست و تحلیل ایشون رو با هم میبینید. این هم از این دوستان عزیز، با امید دیدارتون دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر. و این برنامه ها از تلویزیون مردم به شما مردم tv.com تقدیم میشه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. بذارید با این اصلا ما خداحافظی کنیم که این احتمالاً بمونه روی صفحه. بله، کجاست؟ از اینجا. شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. با امید دیدم.